تیمسار، نظر تیمسار ازهاری نسبت به مجلس شورای ملی به عنوان یک نهاد سیاسی در مملکت چگونه بود؟ به چه دیدی به مجلس شورای ملی نگاه میکردن؟ خب ظاهرم خودشون رو پاسخگو میدونستن نسبت به مجلس شورای ملی؟ خب البته بله پاسخگو میدونستن، به این دلیل که رفتن مجلس صحبت کردن، بله. رفتن رأی اعتماد گرفتن، سوالا جواب دادن و ایشون اصولا اول که بحث ما سر این بود، از اون روز اول که گفتن دولت نظامی، بحث ما این شد که مجلسین پس اقلا منحل میشن وقتی دولت نظامی که مجلسی وجود نباید داشته باشه. ولی بعدن ایشون این مسئله رو عملا به هم زدن و گویا شاید با صحبتی که با زعمای مجلسین داشتن به این نتیجه رسیدن که چه بهتر که خب مجلس هم باشه و از طریق قانونی ایشون تثبیت بشن تا اینکه از طریق یه نیمه کودتایی مثلا. ایشون بله به مجلس احترام میذاشتن، کما اینکه وقتی این صحبت من پیش کشیدم مگر قرار نبود مجلس منحل بشن، ایشون گفتن نه خیر و خیالتون راحت باشه، در ضمن اگر هم اونجا بیاین وزن دولت بره اونجا استقبالم خواهند کرد. بله استقبالم. آیا هرگز این روابط دولت و اجراییه با قوه مقننه که مجلس شورای ملی باشه در جلسه هیئت وزیران هم به بحث گذاشته میشد؟ خیر به این صورت نه خیر، چون همطوری که اشاره کردم مشکل این صحبت ها، این بحث ها، جلسات زیر تیراندازی های شدید سلاح‌های اتوماتیک بود و این صداها دائم مجال نمیداد که آدم از تفکر درباره بحران به مسائل دیگر هم بپردازه. تیمسار، نظری رو که تیمسار ازهاری داشتن از نظر شخصی و فردی نسبت به قدرت‌های بزرگ خارجی چگونه بود؟ مثلا درباره اتحاد شوروی، درباره انگلستان و همچنین ایالات متحده چه تمایلاتی یا نظریاتی نسبت به این قدرت‌ها داشتن؟ من فکر کنم همین تمایلات همیشگی که اون رابطه خیلی خب دوستانه که اصولا وجود داشت بین تمام اعضای عالی رتبه نظامی یا غیر نظامی مملکت با غربیا، با آمریکا نظر ویژه نداشت. حتی یک نفر مشاور جنگ‌های تبلیغاتی ایشون از انگلیس آورده بودن، مثل اینکه یه ژنرال بازنشسته بود و چندین بارم در جلسات ما اینو این شرکت کرد، جلسات فرموندهان، و یه طرحی داشت که برای اینکه طرحی تبلیغاتی داشت برای همچه روزهای انقلاب بر علیه انقلاب اون انگلیسی. بیش از البته چند جلسه شرکت کرد و بعد دیگه عملا دیگه کار از این مراحل هم گذشت، اون صحبت هم تموم شد، چون همطور که عرض کردم حوادث چنان به سرعت داشت جلو میرفت که روز یه ترک بحث میکردین 50 مسئله جدید اومده بود و اجرام شده بود و همه مونده بودن که چیکار بکنن. طرز تلقی رو که تیمسار ازهاری در اون روزها نسبت به گروه های مخالف دولت داشت چه بود؟ چه نظری داشت نسبت به این سازمان‌های مخالف متعددی که در اون روزها بودن و با دولت مبارزه می‌کردن؟ چون نظر خوبی که مسلماً نداشت، برای اینکه خب تو مجلس هم ایشون گفتن که نوار پخش می‌کنن به امان اینکه صدای مسلسل اینا رو زیاد کنن، توهم و وحشت رو اینا ایجاد کنن در شب‌های تاریک و بالا پشت بام ها میرن اینا، نظر خوب که خب مطلقا نداشت به اینا. یعنی در واقع تمام این نیروهای مختلفی رو که در صحنه بودن به همشون به یه چشم نگاه میکرد، نیروهای فرض بفرمایید آقای خمینی، مجاهدین، جبهه ملی، چریکای فدایی خلق، همشون برای ایشون یکسان بودن؟ تا
فکر نمی کنم بتونم من جواب درستی در این باره بدم و بازم فکر می کنم نه، خب مسلماً فرق می کرد و ولی خب ایشون درباره اونایی که بالا پشت با ما می رفتن الله اکبر می گفتن اینا، خب رسماً اعلان کرد که اینا همه ساختگیست و نواره و هیچ وقت شما تمایلی در ایشان دیدید که یه خورده ملایم‌تر نسبت به یک گروه مخالف سیاسی موجود در اون زمان صحبت بکنن و یا تمایلی داشته باشن که با تماس گرفتن و مذاکره با اون گروه مسئله رو بتونن تا حدودی حل کنن؟ خیر، به خاطرم نیست، به خاطرم نیست و اگرم این هم چیزی باشه فکر همه در وهله اول متوجه میشه شاید با روحانیون ملایم بشه صحبت کرد. بله، مثلا مادریتا، روحانیون مادریت، تیپ شریعت مداری و اینا، ولی خب به خاطر ندارم. نخیر. بله. چه کسانی معاونین شما بودن در وزارت آموزش و پرورش و روشی که شما داشتید برای انتخاب وزارتون چگونه بود؟ معاونینتون، معذرت، چگونه بود؟ اصولا فرصتی که ما به این مراحل برسیم نبود و همطور که عرض کردم در هر وزارتخونه من رفتم وزارت آموزش و پرورش که تغییراتی من ندادم، فقط سعی کردم با اینا تفاهم بیشتری پیدا کنم که این تفاهم خیلی قوی به وجود اومد. در وزارت آموزش عالی هم خب چون آدم ها اکثرا آدم های پاکی بودن، بازم من زیاد کار انقلابی نکردم، یه تغییرات جزئی دادم، یکی دو تا رؤسای دانشگاه را که احتیاج بود عوض کردیم. ضمناً برای بعد از خودم به نظرم آقای دکتر مفیدی رو من پیشنهاد کردم به عنوان وزیر آموزش عالی که بعداً انتخاب شد. مثلا یعنی در واقع شما فرصتی نکردید در این وزارتخانه کاری انجام بدید که بتونید صحبت از موفقیت یا عدم موفقیت بفرمایید؟ نه خیر، فرصت کم بود، کاری به اون صورت ما ندادیم. بله. فقط من بزرگترین کاری که فکر کردم این که با معلما ما طوری من صحبت کردم که معلما حاضر شدن اعتصاب رو بشکنن. این قدم بسیار بزرگی بود چون معلم رکن اصلی مملکته و اینا همه جا نفوذ داشتن و متشکلن، در نزدیک 450,000 نفر بودن و این یه قدم اساسی بود در اونجا ما برداشتیم. و در وزارت آموزش عالی فرصتی که با دانشجوها بشینم صحبت کنم پیدا نکردم، ولی تعدادی از رؤسای دانشگاه، از معاونان وزارت ما استفاده دادن، همه استفاده را پس گرفتن. در وزارت فرهنگ تنها کاری که رسیدم در دو جلسه فقط رفتم، در همون جلسه اول 4 تا معاونای بازنشسته کردم، یه معاون کل آدم درست گذاشتم، دیگه من عوض شدم چون بیشتر از 10-12 روز اصولا ما نبودیم. تیم سار چگونه تصمیم گرفته شد که وزرای اسبق رو دستگیر بکنن؟ این تصمیم در هیئت دولت گرفته نشد و تصمیم گویا تصمیم بوده که خب خود علازت شاید گرفته بودن با خود تیمسار ازداری. فقط تا اونجا که من یادمه تیمسار ازداری میگفتن خب حالا یه دم 10 روزم زندان باشن، شاید یه کمی در آرامش کمک کنه. یه تعدادی 10 روزم زندان باشن. بله. در هیئت دولت این رو مطرح کردن؟ در هیئت دولت نشه. به نظرم شخصی به نظرم به من گفتن، طور که یکی از صحبت ها و حالا 10 روزم زندان باشن برای خاطر مملکت. ولی در هیئت دولت مطرح نشد که تصمیم گرفت؟ نه خیر، هیئت دولت من یادم نیست، یعنی زمان من دستگیری اینا نه خیر مطرح نشد و یادم نیست. و البته من با دستگیری ها معتقد بودم، ولی نه 2 نفر و 4 نفر. دستگیری که من فکر میکردم چیزی کمتر از 10,000 نفر نمیبایستی باشه.
چطور شد که تیمسار اسپاری اون سیاست اعمال قدرت رو تغییر دادن و سیاست ملایم و نرمش رو در پیش گرفتن؟ هیچ کسی نفهمید و از اول اصلا چرا ایشون رو اون سیاست رفتن. فقط یه چیز میتونم من بگم، این که ممکنه به علت خوب اطاعتی که و ایشون و افسان همه ماها از علازت مرحوم داشتیم اون مؤثر بوده، شاید دایرکتیو و هدایت علازت این بوده که تا میتوانین آرومتر مثلا حل کنین، شاید اون بوده و ما هیچ تصمیمی نگرفتیم. اصلا که من خودم که اصلا طرح نوشته دادم بهشون، اشخاصی هم مثل مرحوم ربیع هم همیشه اصرار میکردم باید یک کار فوری نظامی انجام بشه. تیم سار، اگه بخوایم صحبت بکنیم از موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌های کابینه تیم سار اظهاری، شما اونا رو چگونه توصیف میکنید؟ به نظر من موفقیت هیچ، چون فعالیت ها در مسیری بود که زمانش گذشته بود، رسیده بودیم به مرحله too little too late. هیچ. چه عوامل و شرایطی موجبات سقوط دولت تیمسار اظهاری رو فراهم کردن؟ عدم موفقیت خود دولت که نه تنها سر صداهای جمعیت‌های خیابونی تعدادشون سر صداشون مخای کم نشد بلکه بیشتر هم شد به علت روش صلح‌جویانه دولت. دومم سکته خود تیمسار اظهاری و شاید همطور که عرض کردم عاملی که تیمسار اظهاری نرمش از راه نرمش وارد شدن شاید دستور خود شاه فقید بود، چون به طوری که در کتاب سالیوان همه دیدیم نوشتن که ایشون وقتی رفتن دیدن تیمسار اظهاری میبینن که ایشون تو رخت خوابن و سکته کردن و قلبشون اشکال پیدا کرده، بعد تیمسار بلند میشن میگن که به دولتتون خبر بدین که این مملکت از دست رفت برای اینکه شاه نمیتواند تصمیم بگیره. البته ایراد من اینجا اینه نسبت به فرماندهای نظامی همه ماها، خب اگر شاه نمیتونه تصمیم بگیره چرا فرماندهها تصمیم نگرفتن ولو بر علیه شاه؟ آیا مملکت مهمتر بوده؟ این شاید تنها چیزی من میبینم که در اون وضعیت نقاط ضعف بزرگ از فرماندهان، که شما وقتی میبینید که شاه تصمیم نمیگیره مملکت داره میره، شما چرا خود شاه تو کاخش بازداشت نکردید؟ یه هم چیزی با احترام یا با هر چیزی به هر وضعی، چون مملکت بالاتر از هر شخصی است، هر فرده. من اصولا با الانم که علت این که این موفق ما نمیشه و این مسئله فردیه، وقتی صحبت فرد تموم بشه صحبت مملکت پیش بیاد موفقیت حتما توش خواهد. تیمسار، آخرین جلسه هیئت بعد ایران رو به خاطر میارید؟ آیا میتونید برای ما توصیف بفرمایید که در اون جلسه چه گذشت؟ همطور که اظهار کردم ما زودتر اومدیم بیرون، من بیشتر از 10-12 روز ما ستا فرمونده در هیئت دولت نبودیم و معمولا در این جلسات من همیشه بودم، یکی دو بار یا دو سه بارم مرحوم ربیعی بود. تیمسار اویسی چون فرماندار نظامی بود هیچ وقت نتونست بیاد، فقط به نظرم یه جلسه اومد و یا نه درست یادم نیست بس هیچ وقت نتونست بیاد. آیا بعد از سقوط دولت تیمسار اظهاری شما باز هم روابط خودتون رو با ایشون ادامه دادید؟ بله، ایشون رئیس ستاد بودن و خاطراتی از اون روابط دارید؟ خیلی کوتاه، برای اینکه ایشون منتقل شدن به خونه شون، مریض بودن، من رفتم دیدنشون. بله.
بله. و جلسه که من رفتم دیدنشون اولین جلسه بود که ما تشکیل داده بودیم برای اینکه احیانا اگه لازمه ارتش حکومت رو به دست بگیره. من راجع به اون موضوع چیزی به ایشون نگفتن که تا با اون حالت بودن، ولی ایشون شروع کردن به ابراز شکایات و ناراحتی و از اینکه چرا موفق نشدن و بعد ناراحت شدن اونطوری، و حتی ایشون گفتن من کودتا میکنم، من کودتا میکنم. البته من نگاه کردم جلسه نیم ساعت پیش که من خودم تو جلسه بودم که بحث کودتا بوده، بله. با ایشون که خب الان قلبشون ناراحتی پیدا کرده و شانس عظیمی را از دست داده، و کمی برای من تعجب بود که چه گوته کودتایی با چه وضعیتی. کودتا میبایستی اول دولت بشه، الان دیگه چیزی نمونده. اونجا بود که ایشون گفتن که تو به من گفتی و من نکردم. البته یه جمله هم گفتن، یه نوع فوشی هم دادن به خودش. از این شب من میخوام حالا از حضورتون تقاضا بکنم که رویدادهایی رو که منجر به انقلاب شد برای ما توصیف بفرمایید، و لطفا شروع بفرمایید خاطرات تاریخی رو که دارید از زمانی که دکتر شاپور و بختیار به نخست وزیری منصوب شدن تا زمانی که خود شما ایران رو تخت فرمودید. حالا من برای اینکه جزئی تر بکنم این سوالا رو، اجازه بفرمایید که از حضورتون بپرسم که شما چه خاطراتی دارید راجع به انتخاب نخست وزیری دکتر شاپور و بختیار. من چیزی به خاطرم نیست تا اینکه ایشون انتخاب شدن و علازت که تصمیم گرفته بودن حتما برن، هنوز ایشون داخل در مملکت بودن، ما جلسات فرماندهای نظامی رو تشکیل دادیم و با کمال تأسف دیدیم ارشد جلسه که باید رول فرماندار نظامی مملکت را شاید سالها در غیاب شاه بازی کنه، تیمسار طوفانیان است. یکی دو بار بحث کردیم، مخصوصا من با تیمسار ربیعی بحث کردم که خب با این سرصداهایی که پشت سر تیمسار طوفانی و این صحبت ها هست، این سازمان ما در مقابل انقلاب متلاشی میشه با این وضعیت. با تیمسار بعد این صحبت کردیم، همه تایید کردن. بعد حتی با خود تیمسار طوفانی ها صحبت کردیم که تیمسار منطقه به این صورت بود، تیمسار ما معتقدیم که یه نفر باید باشه که هم ارتشبود باشه که ارشدتر از همه ماها که سپهبد بودیم، هم اینکه این زمینی باشه. لباس زرد ما عنوان کردیم، لباس زرد برای اینکه ایشونو بذاریم کنار که لباس هوایی داشتن. ایشون هم مثل اینکه متوجه شد، آدم باهوشی بود، قبول کرد. و کیرو بذاریم؟ هیچکی نبود. اویسی که رفته بود بیرون، تنها قره‌باغی مونده بود. قره‌باغی افسری که بزنه و بکوبه نبود، ولی آدمی بود پاک، درست. هر شغلی در گذشته بهش داده بودن در نهایت خوبی انجام داده بود. ژاندارمری رو از یک حالت ژاندارمری بدنام تبدیل به ژاندارمری خیلی خوشنام و مرتبی کرده بود که در بازدیدها من می‌دیدم. دورترین نقطه جاها مثل مثلا دهات جاسک آدم میرفت، ژاندارمری وزش مرتب بود. بعد این 4 ستاره فقط ایشون مونده. خب کی مأمور بشه باش صحبت کنه؟ از طرف فرمانده ها به من مأموریت داد.
من رفتم خونه تیمسار قرباقی، نیم ساعت وارد نشده بودم که تلویزیون باز بود، بختیار رو دیدم. پس این اولین بار بود من واقعا بختیار رو میدیدم که سوگند یاد میکنم این کار رو بکنم، اولین بار میدیدم. راستش وقتی سخنرانیشون تموم شد من مشکوک بودم آیا با این وضعیت موفق خواهد بود. بعد البته با تیمسار قرباقی مفصل صحبت کردم، گفتم شما را فرمانده ها میخوان که به ما رئیس ستاد پیشنهاد بدن به علاسد قبل از اینکه علاسد از مملکت بره بیرون. ایشون گفت که ببینید من خونم رو جمع کردم، من خسته شدم، بچه هامو سالهاست نیدم، من میرم مسافرت، و قبول نکرد. من اصرار کردم که مملکت ایجاب میکنه در این موقعیت دیگه این صحبت ها نیست. ایشون گفت حالا فکر میکنم ببین. به هر حال ما اومدیم بیرون و بعدن خود تیمسار طوفانی هم مثل اینکه باید صحبت کرده بود، بعضی از فهم صحبت کرده بودن و شاید هم از طرف خود اعلیحضرت تأکیدی شده بود که ایشون پذیرفته بودن، که بعد یه دفعه ما دیدیم که امریشون رسید که ایشون انتخاب شدن. وقتی هم که ایشون انتخاب شدن بلا فاصله ما نشستیم برای طراحی کودتا که حکومت رو گرفتن. با مشارکت ایشان دیان شما که میگید ما، یعنی منظور فرمانده‌ها فقط فرمانده‌ها بدون اطلاع دولت، بدون اطلاع دولت. یعنی آقای دکتر بختیار از این جریان اطلاع نداشت. آخه دکتر بختیار، خیر دکتر بختیار تازه اومده. بله بله تازه اومده بود و بعدن چرا به اطلاع دکتر بختیار رسید کاملا در جریان بودن که ارتش داره طراحی میکنه در صورتی که لازم شد حکومت نظامی داشته باشه. بله. البته در این سیستمی که ما اون موقع فکر میکردیم آقای بختیار کنار نبودن. بله. یعنی حکومت نظامی بود که درست نظامی کنه، ولی عملا خب آقای بختیار هم مثلا یه راهنمایی از نظر خودشون میکردن، ما اونجوری فکر میکردیم. بله بله. به طوری که حتی من پیشنهاد کردم که خیلی هم قبول شد که شورای سلطنت چنین دستوری به ارتش بده که قانونی بشه، به ما نگن کودتا چی، همیشه یه چیز بدنامی تو ارتش نیاد. تیمسار در روز سه‌شنبه 23 دی ماه 1357 در ساعت 11 صبح با حضور آقای دکتر شاپور بختیار نخست وزیر، ارتش بود حسن طوفانیان جانشین وزیر فرهنگ و رئیس سازمان صنایع ملی، سپهبد بدرعی فرمانده نیروی زمینی و سرپرست گارد شاهنشاهی و سپهبد ربیعی فرمانده نیروی هوایی و ارتش بود عباس قرباقی و شما در کاخ نیاوران در حضور اعلیحضرت تشکیل شد. در اون جلسه چه گذشت؟ میتونید برای ما بازگو بفرمایید که اعلیحضرت چه گفتن و آقای دکتر بختیار چه گفتن در اون جلسه و چه مسائلی مطرح شد؟ درست ساعت به خاطرم نیست، آیا ساعت 4 بعد از ظهر بود یا 11، شاید هم قبلا هم قرار بود 11 بشه بعد عقب افتاد شد 4، اینطوری به نظر من میرسه. بله ساعتش مهمه چون من جزئیاتو میخوام. جلسه تشکیل شده بود برای اینکه مثل اینکه تقاضای خود آقای دکتر بختیار بود که به فرمانده ها امر داده بشه که از ایشون اطاعت بکنن. بله. و شاه فقید شمه از اوضاع اینا را تشریح کردن و خیلی هم حالشون هم خوب بود خیلی. بعد به فرمانده ها گفتن که شماها به هر حال در غیاب من نخست وزیر قانونی مملکت هست و شما از ایشون دستور میگیرید. بعد البته همین گفت شما گفتن از ایشون دستور میگیرین و بعد
یه سوالات آقای بختیار داشتن، ایشون جواب دادن، بعد یه دفعه وسط گفتن که راستی من تو روزنامه خوندم که شما گویا در یکی از مصاحبه ها اظهار کردین که ما ژاندارم خلیج فارس دیگه نمیخوایم بشیم. اینو من میخواستم یه تذکری بدم و اونینی که دفاع از مرزهای آبی مملکت در مرزهای آبیش انجام نمیشه، در عمق، در بود مسافت، در دریاها انجام میشه و این ژاندارمی نیست که ما میکنیم، این دفاع از سواحل خودمون میکنیم، منتها در سرتاسر خلیج فارس و اون طرف شمال اقیانوس هند. و اینو خواهش میکنم که سر فرصتی تصریح بفرمایید، ایشون هم تایید کردن و که این کارو بکنن. بعد یه لیستی آوردن به ایشون نشون دادن، لیست اشخاص بود، مثل اینکه نمیدونم چه لیستی بود، با آقای نخست وزیر، آقای بختیار. آقای بختیار نگاه کردن و نگاه داشته مثل این میخواستن به اعلیحضرت نشون بدن تصویبشو بگیرن. طوفانی هم بعدن گفتن که اون لیست به نظرم لیست بازداشتی ها بود، کسانی که بازداشت بشن یا ممنوع الخروج بشن. نیست خود تیمسار طوفانی هم جز اون ممنوع الخروج ها بود و از طرف تیمسار بختیار خیلی مظنون، از طرف آقای بختیار خیلی مظنون ایشون بودن. و زیر چشمی گویا اون لیست رو دیده بود و گفت این لیست مثل این که ممنوع الخروج ها بود. بعدش هم خب ما زودتر اومدیم بیرون، مثل این که آقای بختیار اینا بازم موندن یه چند ماه. به طور کلی دستور علازتی بود که از آقای بختیار شما حمایت بکنید. آره. آیا این مسئله ای رو که اعلی حضرت فرمودن، عمرای ارتش هم این رو به عنوان صحبت جدی اعلی حضرت پذیرفتن؟ یعنی آیا چنین برداشتی رو داشتن که از این به بعد کارها به وسیله رئیس قوه اجراییه که نخست وزیر باشه و وزرا باشن انجام خواهد شد؟ میدونید چرا چنین سوالی رو از حضور شما میکنم؟ برای اینکه از یک طرف صحبتش هستش که اعلی حضرت به فرماندهان ارتش گفتند که شما میبایستی که از دولت قانونی دفاع بکنید و صحبت از این بود که قانون اساسی اجرا بشه و طبق قانون اساسی عمل بشه. از طرف دیگر تیمسار قره‌باغی در کتاب خودشون نوشتن که من الان این رو نقل قول میکنم که براتون میخونم، که ببینید که این موضعی رو که ایشان از اعلی حضرت توصیف فرمودن در اون روزهای آخر با این تصمیمی که گرفته شده بود و در اون جلسه ایران که شما الان اشاره فرمودید، در اونجا هم مسئله حمایت از دولت قانونی مطرح شده بود، تا حدودی به نظر میاد که منافات داشته باشه. الان مسئله ای رو که میخونم اینجا دقیقا نقل قول هست از کتاب تیمسار قره‌باغ. نقل قول: در این جلسه اعلی حضرت با احضار مقامات مذکور خواسته بودند علاوه بر ابلاغ امر پشتیبانی ارتش از دولت قانونی، دو نکته خیلی مهم را نیز برای حاضرین روشن نماید. یکی عدم حضور وزیر جنگ در جلسه و دیگری حضور فرماندهان نیروهای سگانه در آنجا. عدم حضور وزیر جنگ به طوری که بعداً در این مورد توضیح داده خواهد شد، برای این بود که نشان بدهند که وزیر جنگ مانند گذشته اجازه دخالت در امور ارتش را ندارد. و اما حضور فرماندهان نیرو در این جلسه بدین منظور بود که حاضرین را متوجه کنند که تغییری در روش جاری ستاد بزرگ حاصل نشده و فرماندهان نیروها مستقل بوده و فقط اوامر اعلی حضرت را اجرا می نماید. شاید این برداشت تیمسار قره‌باغی باشه، شاید هم درست باشه. و علال خصوص که قبل از اینکه علازت برن، من یه پیشنهاد کردم توسط تیمسار قره‌باغی. عجیبه این چیزا تو کتابش نیاورده، خیلی چیزا رو تیمسار قره‌باغی تو کتابش ننوشته. و این بود که حالا که علازت تشریف میبرن، این دفعه یه ستاپی شبیه سیستم نظامی ترکیه گذاشته بشه و به طوری که اگر، یعنی کاملا مردم بدونن که در غیابیشون یه سازمانی مثل ارتش ترکیه با اون وضعیتش هست که آنن اقدام خواهد کرد.
ایشون گفت قبول نکرد، گفته بودن نه دست به ترکیب اون وضعیت که تا حالا بوده نزنید. این علازاد تصویرا اینطوری گفته بود. شاید هم این بوده که و دوم این که بله وزیر جنگ در اونجا نبود، بله نبودن و چرا نبود، خب شاید هم تجزیه تحلیل تیمسار قرواقی در این باره سر اون موقع البته متوجه این مسئله نشدن، چون روش همیشه این بود که از نظر نظامی فرمانده ها را علازت میخواستن با رئیس ستاد. اینجا البته طوفانیان هم خواستن، برای اینکه طوفانیان همه جا بود اون روزای آخر، غیر از دو سه روز آخر که ایشون نیومدن مخفی بودن دیگه، بودن همه جلسه. شاید نظر علازت بود که به آقای بختیار بگن که به هر حال شما هم اگر در محدوده قانون اساسی عمل نکنین اینجا ارتش وجود داره. من جواب شما را خیلی چیزای تیمسار، حالا میپردازین به مأموریت ژنرال فایزر در ایران. شما از چه موقعی از مأموریت ایشان در ایران اطلاع حاصل کردید و از چه تاریخی با ایشان آشنایی داشتید؟ ژنرال فایزر رو تمام فرمانده های ایرانی میشناختن، برای اینکه از دو سال قبل از اون ایشون مسئول بود که پروژه به اصطلاح 3C's سی کماند کنترل اند کامیکیشن، بله یعنی کنترل و فرمانده ارتش شاهنشاهی را ایشون درست بکنن، نظارت کنن که به صورت کامپیوتری در بیاد و اتوماتیک خودکار بشه. البته یکی از گرفتاری که این وسط وجودش این بود که میبایستی همه دستورات، همه مطالب به شخص خود علازت منتهی بشه. این یه مقدار فرق داشت با روشهایی که وجود داشت در ارتشهای دیگه و این خب مقداری جلسات و روش و اینا میبایستی بحث بشه، جلسات تشکیل بشه اینا که اینو چجوری اجرا بکنم. بنابراین هایزر زیاد می اومد و می رفت و همه را می شنا و به عکس تصور که همه نوشتن در اون وضعیت شاید هایزر شخص مناسبی نبود، من به نظر من شاید مناسب بوده، من خب اقلا همه را می شنا و ولی اومدن ایشون اصولا هم دیر بود و هم دست خالی. دیر بود از اون جهت که آمریکا خیلی دیر فهمید که ایران وضعش وخیم‌تر از اونه که بتونه اینا حدس بزنن. دوم این که وقتی هایزر اومد و من به خودشم گفتم، ایشون فقط با چند تا ستاره روشونه‌شون اومدن. خبری از ناوگان هواپیمابر تهاجمی در اقیانوس هند، خبری از هواپیماهای مثلا F-15 در عربستان و سودینا نبود، که چون به هر حال برای تقویت روحیه ارتش ایران که در مقابل تهاجم نیرومند دینی و سیاسی به کلی روحیش از دست داده بود و فرارها به هزار داشت منتهی شده بود، یک همچه تقویت روحی فوق‌العاده مهم بود. قبلن هم چنین تصمیمی گرفته شد ولی با کمال تأسف شخص پرزیدنت آمریکا هواپیمابر کانستلیشن رو از تنگه مالاکا برگردوند. فکر میکرد عکس العمل ایجاد میکنه از این صحبتهایی که همیشه میکنن. اما ایشون چند روز پیش از اینکه شاه فقید برن بیرون اومدن و گویا اومدن ایشون هم بدون اطلاع علازت بوده، یعنی قبلا خب هر مقام آمریکایی می اومد اینا ایشون خبردار میشه، این دفعه ایشون بدون خبر میان، بدون خبر میان و به طوری که خیلی شاه و ناراحت میکنه که چطور خبر نداره و فکر میکنن که یه توطئه ای در کاره و این توهم تا همیشه در فکر
ایشون باقی موند، حتی تو کتابشون هم مثل اینکه نوشتن این مسائل. فاما دا اومدن جنرال هایزر تقویت روحیه ارتش بود اول، دوم اینکه این ارتش کمک کنه بختیار بمونه، دولت یک دولت دموکراسی بتونه جون بگیره، سوم اینکه این ارتش اگر دید دولت دموکراسی دولت بختیار شکست خورد، ارتش آماده بشه حکومت رو دست بگیره. چهارم و پنجم اینا هیچ کارهای کوچیکی خودشون داشتن، راجع به اینکه مثلا تمام کارهای سلاحهای مخفی اینا که ایران داشت مثل موشکا و اینا، این اقلا اسناد ایناشو جمع کنن که به دست شوروی ها بعدن نیافته، و یا اتباع آمریکایی که در تهران هستن خب اینا تونتون خارج بشن. اینم یه چیزای جنبی شاید داشته ایشون، ولی اون چی که من میدونم اون بود دادن پیام ویژه رئیس جمهور آمریکا به فرد فرد فرمانده. پیام این بود با نیروهای خودتون بیستید، ما از شما پشتیبانی خواهیم کرد. من به جنرال هایزر گفتم خب ما که هستیم، طوری نه چیزی تغییر نکرده، همه چیز سر جاش از خود اعلیحضرت میرن، ما هستیم. ایشون گفتن من فقط مخصوص اومدم پیام رئیس جمهور به شما برسم، و وظیفه من اینه که به فرد فرد شما بگم stay you with your force we will support you. البته در جلسات بعد از اینکه شاه فقید رفت، ایشون اومد و بعد گفت دولت من دیگه از شاه پشتیبانی نمی کنه، به نظر می رسه دیگه ایشون زمینه در ایران نداره. و ما پیشنهاد ما اینه، اولا هرچی می خواهیم ما کمک می کنیم، دوم ارتش پشتیبانی آقای بختیار رو بکنه که بتونه بمونه، سوم آمادگی باشه که اگر یه دفعه وضعیت ریخ به هم ارتش حکومت رو دستش بگیره. ما سریعا تعریضی رسونا شروع کرده بودیم، ما از همون روزی که دیگه معلوم شد علازت داره میره، ما دیگه فهمیدیم باید تعریضی رو شروع کنیم. قبل از اینکه علازت برن کسی جرأت این که راجع به کودتا در این صحبت کنه نداشت، کودتا یعنی اعدام. ولی وقتی که مسلم شد ایشون میرن، نه تنها نشستیم با 60 نفر افسر تعریضی خیلی دقیق شروع شد، بلکه یه طرح خود من داشتم همیشه در دریا با فرماندهای دریایی صحبت میکردیم، اون طرح و دستورات اولیش رو من به اجرا گذاشتم. دستور دادم ناوگان از بندر عباس بره بیرون، لنگر بندازه، تو بندر نمونه. به فرمانده پایگاه سیرجان دستور دادم قبایل رو مسلح کن اطرافو. به فرمانده ناوگانم گفته بودم که تکاورا رو آماده باشه، یکی دوتا دا گرهان گردانش بیاد بندر عباس تا سیرجان رو بگیر، تمام منطقه کوهستانی تا سیرجان. و اینو قبل از اینکه علازت برم من اینو ایشون گفتم، گفتم یه همچین مسئله ما همیشهشیم، الان رئیس ستادم خبر نداره چون احتیاج ندیدم، این تر درستی که تهران سقوط کنه ما میخوایم اجرا کنیم. ایشون گفتن مشروط بر اینکه نیروی هوایی با شما باشه. این صحبت البته دو سه هفته پیش از رفتن ایشون بود. به نیرو هوایی گفتم یه اسکادران هواپیما بده، من مرسومه در زمستون شما هواپیما رو میفرستیم به بندر عباس و چابهار و بوشه. ایشون گفت میدم، ولی هیچ وقت نتونست بده به دلیل اینکه نمیتونست، فرماندهی نداشت، قدرت نداشت اصلا دستور بده و دستورش اجرا کن. این طرح کودتا که در اون آمریکا نظارت، یعنی خبر داشت که داریم چنین طرحی می‌ریزیم،
تهیه شد، منتها 10-15 روز طول کشید، دیتیل تهیه شد، تعدادی از افسرها رو من فرستادم، یعنی تمام تکنیک مملکت رو من تعهد کردم. افسرهای نیروی دریایی فرستادم به عنوان مهندس در کارخانه‌های برق تهران اینا استخدام شدند که در اون لحظه که تیم ضربه‌ای ارتش وارد میشه، شیفت که اونا میخوان، دوتا شیفت کارگرها، دور تا دور کارگرها و مهندسها عکس خمینی را زده بودن، وقتی شیفت عوض میکنن شیفت ارتش وارد میشد. از اون به بعد دیگه همه چی تابع اسلحه بود. منتاد مقداری نظر سالیوان با نظر هایدر از این نظر فرق داشت که سالیوان تو چنل خودش با آمریکا صحبت میکرد که سایرس ونس بود و اینا، و هایزر هم با چنل خودش که بران و بیرژنسکی و اینا بودن و هر شب این تماس ها وجود داشت و صحبت هایی که ما می کردیم می رفت و جواب بر می گشت و ما چیز ویژه نخواستیم و فقط من سوخت خواستم، چون سوخت وقتی بدرهی با علازت راجع به امکان عملیات نظامی صحبت میکنه، ایشون میگن که کاری نکنید مگر اینکه یه ماه سوخت داشته باشید. نیروی زمینی ما 2 روز یا 3 روز سوخت داشت. سوخت آشپزخونه گارد شاهنشاهی رو من از بندر پهلوی و خرمشهر میآوردم. پیشبینی نکرده بودن. نیروی دریایی سوخت 2 سالش رو ذخیره کرده بود در شهریور ماه. هوایی هم سوخت 1 ماه داشت. ما خاربار 1 سالمون هم ذخیره کرده بودم، حتی برای تمام خانواده، چون من بحران رو می‌دیدم تمام دستور در شهریور دادم، همه چی حاضر بود. نیروی زمینی که اساس کار ما بود متاسفانه سوخت نداشت، یعنی جیپ سوخت نداشت، آشپزخونه‌ها سوخت نداشتن، تانک سوخت نداشت. و اینو خب خود شاه مرمان می‌دونست که به بدره گفته بود یه دفعه کاری نکنید که سوخت و مخ نداشته باشید. البته علازات قبل از اینکه برن یه مصاحبه با کیهان کردن که به ارتش دستور دادم دست از پا خطا نکن. من کیهان روز بعد بردم پیشش. قربان اینو انفرمودین اگر یه دفعه ایجاب بشه، کاری انجام بشه، این زیر دستا که اطاعت نمی کنن. امر فرمانده کل قوا در روزنامه کیهان هست، مبادا دست از پا خطا کنید. ایشون چوری کردن، مثل این که نمیدونم یه چیزایی بهشون تحمیل میشد، نه من هرگز نفهمیدم واقعا. بعد به جای رسید که طرح حاضر شد. حاضر شدن طرح همانو شورش نیروی هوایی همان، یعنی قبل از این که این تر زمینه پیدا کنه که دیگه بشینیم با آقای نخست وزیر راجع به اجرای تر و چجور نخست وزیر هم میدونست تر، حتی میپرسی وقتی میرفته میگفت تر هم داره اجرا میشه، قرباقی میگفت داره تهیه میشه. این شورش نیرو هوایی شد. شورش نیرو هوایی رو 1-2 روز اول ربیع به سادگی گرفت، بعد توسعه که پیدا کرد جلسه تشکیل شد در دفتر نخست وزیر. اینجا معلوم شد که مسئله بزرگتر از اونی که تمام بالا پشت با ما مسلح ریختنم. البته در یه جلسه اول نخست وزیر خب دستور داد که اگه میشه بمباران بشن، این گفت نمیشه، چون علتی نمیتونست دستور بده، کسی دستورات ربیعی رو ربیعی گفت نمیشه، اگه دستورش اجرا نمیکردن، میگفت دور و بر خونه های مردمه، ولی خونه مردم مطرح نبود، اون مردم مهم نبود در اون وضعیت. مثلا این که این جرأت این که دستور بده همافر بمب و مسلسل و گلوله بری مثلا گلوله گذاری کنه، خشابه رو پر کنه، یه از این صحبت ها یا بمب بذاره، همچه دستوری نمیتونست بده. برای اینکه هفته ها پیش وقتی شاه هنوز بود خلبان ها به ما نامه نوشتن، فرمونده ها اگر شما فکر اگر جنگ میهنی ما درگیر بشی ما با کمال افتخار می‌جنگ، ولی اگر شما فکر می‌کنید ما را بر علیه ملت خودمون تو خیابونا به کار ببرید ما اطاعت نخواهید. نامه را آورد فرمانده نیروی هوایی در جلسه فرمانده‌ها. بله.
شورش کم کم توسعه پیدا کرد تا اون جلسه نهایی، نمیدونم درست یادم نیست جمعه بود پنجشنبه بود عصر بعد از ظهر، تصمیم گرفته شد که واحدای اعزام بشن و هر طور شده شورش رو بخوابن. حتی مرحوم رحیمی زودتر رفت به تلویزیون خبر بده که از ساعت 4 عبور برور ممنوعه، 4 تا 12 روز بعد. 12 روز بعد تمدید میشد، چند روز دیگه به ترتیب. بعد در همونجا دیگه دستگیری ها و اینا کم کم شروع میشد. خب متاسفانه سازمان ما ضعیفتر از اون بود و وقتی که چنین برنامه از تو رادیو تلویزیون اعلام شد، الان در کتاب چیز خوندم مثل این که طالقانی بوده که بوده فتوا داد همه بریزن بیرون، بعد به آقای مهندس بازرگان، بعد به خمینی خبر رسید اونم یه فتوا داد و هیئت مؤسس رادیو تلویزیون که رادیو تلویزیون دستشون گرفته بودن فرمان آقا را بردن تو رادیو، تو شیشه تلویزیون چسبوندن همه ملت ببینن که بریزیم بیرون. نتیجتا همه ریختن بیرون، یعنی واحدهای نظامی که تهران بودن چیزی نبود، شد دریای جمعیت در هر محله مثلا 20 سرباز. اینقدر وضع فرق کرد. محازا قوایی که اول شب رفت و من و ربی و اینا، ربی نیومد تو دادگاه، هم گفت من نرفتم، گفت حیب اللهی و بدرهی و رحیمی و قرباقی قرار شد این نیروها را بفرست. ما رفتیم ستاد اونجا، گفتم خب نیروها رو شما خودتون باید تعیین کنید دیگه، شما برید الان لویزان ستاد نیروی زمینی، این خودشون پیشنهاد کردن دو نفر و بلند شدن رفتن و اطلاعات من تا اینجا که هاکیست که واحدایی که فرستاده شدن دیر فرستاده شدن، اشکالات وجود داشت مثل همیشه، تانک ها گلوله نمی گرفتن به درک ترس از کودتا، همین باعث شده بود که اون شب هم یا گلوله نتونستن بگیرن یا دیر گرفتن که ساعت ها سپری شد وقت دشمن خبردار شد. مخالفان، من نمیتونم هنوز لغت دشمن رو بگم چون ما با ملت ایران طرف بودیم، کلمه دشمن نمیتونه فعلا وجود داشته باشه. دشمن بیگانه است، نه یه ملت، دشمن یه فرقه از ملت هست، مثل حزب کمونیست، حزب نمیدونم چی، ولی نمیتونه تمام ملت ایران دشمن بشه. تمام شب صدای تانک ها بینا خب شنیده میشد، روی در دادگاه گفت که قرباقی شب تلفن کرد از نصره و گفت ناراحت نباش، اونی که تو میترسیدی که ما واحدایی رو بفرستی، من واحدا رو برگردوندم. ولی به نظر من واحدا برگردونده نشدن، واحدا نتونستن برسن و چون نتونستن برسن، شاید قرباقی خواسته با این ترتیب مثلا یه چیزی به اون بگه، نمیدونم. ولی واحدا که اعزام شدن دیر اعزام شدن، آموزش کافی نداشتن، از مسیر شهر که خب راه افتاده از جاده مثل زیر پل و اینا، خب تانکار از بین بردن چریکا. صبح 5 صبح من اداره بودم، تلفن کردم اتاق عملیات ستاد، اول به رئیس دفتر تلاشگر جناب که وضع چیه، گفت خیلی خراب. گفتم، گفت توسعه پیدا کرد. من فکر کردم دیگه تمومه، چون تنها امید اون بود که من دست رحیمی و بدری گرفتم شب قبل، گفتم اگه امشب تموم نشه مملکت تموم. چند ساعت بعد، چند لحظه بعد، یکی از معاونان نیروی دریایی اومد گفتش منو چریکا گرفتن، مسلح تو ماشین پیاده کردن، چون اصلاً نداشتم و چون یه پیرزن رو سوار کرده بودن به بیمارستان برسونم، گفتن شما اینو به بیمارستان برسون، وگرنه خب شاید من کشته شده بود. رئیس مستشاری با یه لباس شخصی اومد، نیروی دریایی آمریکایی، گفت وضع خیلی خراب و اینا. من گفتم تو ظاهر نشو تو خیابونا و اینا تا ببینیم چی میشه.
ساعت 8 بود اینطوری بود، از ستاد تلفن کردیم جلسه هست و ما هم بلند شدیم رفتیم. اولین دفعه در اتاق وارد اتاق قره‌باغ شدم، من دیدم که بی سیمای گذاشتن که از کلانتره اینا دارن گزارش میدن، کلانتره‌ای که محاصره شدن، بعضیا تیرشون داره تموم میشه. در اونجا بدره‌ای رو دیدم، گفتم تیمسار واسه چی؟ گفت خیلی خراب، از 12,000 نفر دیشب فرستادیم 8,000 نفر یا پیوستن یا فرار کردن یا تلفات. از 30 تا تانک 3 تاش ما میدونیم کجاست، 27 تا نمیدونیم چطور شد. الانم گورخونه در کجا محاصره است؟ گفتم اونجا چی دارین؟ گفت 3 میلیون فشنگ. الان گفت سقوط میکنه. گفتم پس تکلیف معلومه دیگه. در این موقع تمام فرماندهای عالی رتبه ارتش اومدن سنیرو، معاونان، جانشینا و اینا، همه حدود شاید 40-50 نفر تشکیل جلسه شد. در حینی که جلسه داشت تشکیل میشد، پادگان حشمتیه سقوط کرد در مثلا 2 کیلومتر 1 کیلومتر. اول تیمسار حاتم صحبت کرد، تیمسار قره‌باغی 2-3 کلمه صحبت کرد، بعد داد به حاتم. تیمسار حاتم صحبت کرد، گفت از اول ارتش نمی‌خواستی خودشو درگیر مسائل بکنه. فرمانده‌های زمینی صحبت کردن، همه گفتن روی نیروی زمینی حساب نکنید، چیزی دیگه نمانده است. به عبارت‌ساده‌تر در اون لحظه برخلاف اونی که آقای بختیار می‌نویسه که فرمانده های ارتشی به من خیانت کردن و مرا تنها گذاشتن، من میخوام بگم تنها ایشون تنها نبود، نموندن. فرمانده های ارتشی هم تنها گذاشته شدن، کسی نبود، ارتشی نبود، چیزی نمونده بود، زیردستی نمونده بود. ارتش رو نمیبایستی بذارن به این مراحل بکشه، وقتی کشید دیگه اینطوری میشه، این بلا سرش. در کتاب تیمسار قره‌باغی نوشته شده از قول شما که شما فرمودید که جنرال گویزر میگوید ملت ایران اعلیحضرت را نمیخواهند، مصلحت کشور در این است که به مسافرت برود و تنها راه برقراری آرامش در کشور را خروج اعلیحضرت از ایران و پشتیبانی ارتش از دولت بختیار میدانند. آیا این نقل قول درستی است از شما؟ من راستش فکر نمیکنم من این حرفو زده باشم، برای اینکه شاید بعدن که اصلا جنرال هایزر در جلسه فرمانده اومد و این حرفو به همه زد، شاید از اون بود فکر تیمسار قره‌باغی بوده، ولی جنرال هایزر تنها صحبتی که با من کرد دادن پیغام رئیس جمهور و اینکه آمریکا آماده است شما از سر پستاتون بمونین، از دولت حمایت بکنید، آمریکا هر کمکی لازمه کماکان ادامه خواهد داد به کمکاش، از اسلحه، از قطع یدکی و هر چی. بنابراین صحبت اینکه شاه بره و اینا واقعا با جنرال هایزر مو نکرد، ولی در جلسه اولیه به همه گفت دولت من دیگه از شاه و دولت‌های اروپایی هم دیگه از شاه حمایت نمی‌کنن، ما فکر می‌کنیم دیگه ایشون زمانشون تموم شد. و این نقل قول تیمسار قره‌باغی کرده که به نظرم شاید ایشون یادشون نبوده، شاید در صحبت‌های بعدی این صحبت‌ها رو ما کردیم. درست من اینو درست نمی‌دونم، ولی یه نقل قول دیگری در کتابشون هست، شاید شما هم بخواید مطرح کنید، اینی که یه روز من یکی از معاونان رو معرفی کردم برای کارهای تبلیغاتی نیروی دریایی را، و تیمسار مجیدی، گویا تیمسار مجیدی میره پیش ایشون و یه دفعه رویه مخالف صحبت میکنه و این خب باعث ناریکه قانون اساسی، این طرفدارای قانون اساسی را نیفتن، در حالی که اینو به زور ما به آقای بختیار قبولونده بودیم، خود قره‌باغی سخت موافق بود که این قانون اساسی طرفدارش را بیفتن، من پیشنهاد کرده بودم و آقای بختیار اول مخالف بود بعد موافق شد. اینجا بله، این مجیدی متاسفانه آدم درستی عذاب در نیومد و
آدمی بود خیلی جاه طلب، در اون لحظه یه دفعه تغییر کرده بود، همینطور دقیقه به دقیقه داشت فکر میکرد که کدوم طرف ممکنه برنده بشه، به همون طرف میچرخید. و این با کمال تأسف این رفته. ولی البته بعدن جلسه که ما به فاصله تشکیل دادیم، من گفتم اون بی خودی گفته، چنین چیزی بی خود گفته و نیروی دریایی دستورات ما دادیم برای طرفدارای قانون اساسی. و واقعا اگر طرفدار قانون اساسی رو ما سودتر را انداخته بودیم، یعنی از دو سه ماه پیش را افتاده بود، خیلی کار میتونست انجام بده. به عوض ارتش آوردن تو خیابونا که جای ارتش نبود. تیمسار قرباقی گفتن که مذاکراتشان با جنرال هویزر بیشترش به وسیله شما به انگلیسی ترجمه میشد. تا اونجایی که یاد دارید میتونید برای ما توضیح بفرمایید که این مذاکرات راجب چه مسائلی بود؟ خب این چیزای مفصلی بود و منش هم بیشتر تکرار مکررات بود و هیچ وقتم قرباقی تنها با هایزر صحبت نکرد. اگرم کرده شاید مثلا یه دفعه یا اینطوری نبوده، بقیهش همش جنرال هایزر ما در شورای فرمانده‌ها با همه صحبت. اون موقع ترجمهش رو یه موقع اوائل مرحوم روی میکرد، بعد من که عهده‌دار شدم مثل این که من راحت‌تر میتونستم ترجمه کنم و دیگه من ادامه دادم. و این روی این ترجمه متاسفانه یه برداشت عجیب و غریبی بعضی ها کردن، مخصوصا بعضی از روزنامه های یا روزینامه های مزدور ایرانی که در خارج الان منتشر میشه. و یادم یکی روزی مقاله نوشتم که تیم سار هیبوله شما چجوری ترجمه کردین که ارتش شکست خورد؟ پس معلومه ترجمه واسه شکستم میشه، این یکی رو دیگه نمیشد تصورشی. البته تنها ترجمه نبود، ما مسئول اصلا تصمیم بگیر بودیم هممون. و این حرفا رو که ایشون زدن جنرال هایزر، اولین قبل از جنرال هایزر بیاد جلسه، ما گفتیم اول سه تا تقاضا بشه ازش. اول جلو اومدن خمینی را دولت آمریکا بگیره، دوم بی بی سی را خفه کنه، سوم تبلیغات خمینی را در ایران جلوشو بگیرن، یعنی نوار و اینا نرسه از پاریس، منظور از طریق دولت فرانسه. البته ایشون گفتن به دولت مطبوع هم میگم و اینا، و هیچ وقت ما از این نتیجه نگرفتیم. در جلسه دوم من پیشنهاد کردم دولت آمریکا ترتیبی بدهد خمینی ترور شود در پاریس. دلیلم این بود که اینا لیدرهای مذهبی هستند. لیدرهای مذهبی که قیافه پدر روحانی دارند، مثل خوشمین، مثل گاندی، مثل خمینی، در اون موقع ما فکر نمی‌کردیم اینقدر شیطانه. اینا معمولا موفق میشه. الان که به این مرحله رسیده راه حلشون تروره. هایزر گفت شما خودتون چرا این کارو نمی‌کنید؟ شما که بیشتر پول دارید. گفتم ما سازمان نداریم، شما سازمان دارید، شما با دولت‌ها در ارتباطید، شما میتونید مسئله شد. البته هایزر گویا اینو گزارش داده به آمریکا، الان تو اسناد آمریکا وجود داره. ولی وقتی ایشون میخواد کتابش رو منتشر بکنه با اسناد فوتوکپی تمام مذاکرات، اسناد روزانه ایشون داره، به نظرم اون قسمت دولت آمریکا اجازه نمیده که یه مقام رسمی آمریکایی نمیبایستی گزارش بده که پیشنهاد این است که خمینی ترور شود. ولی خب این واقعیت اینه، وجود داره. الان ممکنه کسی راه نبینه اونو، ولی خب 15 سال دیگه باز میشه، همه میبینن. بعد من اونجا به تیمسار مقدم گفتم تیمسار دو نفر به من بدین که من این ترتیب این کارو بدم. گفت ما نداریم، تمام سازمان ما متلاشی شده. گفتم تیمسار سازمان متلاشی شده، آدم هایی هست، من الان در کشو میزم 6-7 میلیون تومن پول نقد دارم. این پول نقد رو در طول سالها
سه سال فرموده از بودجه محرمانه من ذخیره کرده بودم. به نام نیرو در ایتوبان گذاشتن، روزای انقلاب اینو برداشتم. برای اینکه در جنوب سیل اومد بندر عباس، یک 7-8 هزار تومان به سیل زده ها زود پول نقد فرستادم، کمک شد بهشون. بعد بقیهش مونده بود، چیز دروش 7 میلیون تومان. گفتم من الان دارم اون. ربی گفت منم 5 میلیون تومان میدم. من گفتم اصلا صحبت پول نیست. بودجه دولتی که وجود، بودجه ارتش، من از بودجه نیرو دریایی میدم. هرچی رقم، هرچی میخواد باشه. تیمسار مقدم گفت مسئله پول نیست. ما پول بنزه کافی داریم. مسئله اینی که ما آدمی که بتونیم بدیم نداریم. برای این کن. گفتم پس من با یه فکر دیگه میکنم. اومدم نیرو دریایی یکی از معاونان خواستم. یکی از معاونان خواستم، گفتم فوراً با وابسته در ایتالیا تماس بگیر، وابسته نیروی دریایی. با گارد سرخ تماس بگیره. آیا چنین امکانی وجود داره یا نه؟ البته حوادث بعد طوری دیگه سریع پیش رفت. دیگه نفهمیدم اصلا. ایشون هم این اقدامو کرد ولی جواب از ایتالیا نرسید. و حوادث اومد و جارو کرد همه رو. تیم چپ بازم آقای قره‌باغی در کتابش نوشتن و من نقل قول میکنم، طبق برآوردهای اطلاعاتی ستاد، تهدیدی که بر علیه کشور و دولت صورت میگرفت تهدید مشترک بر علیه ایران و آمریکا و تهدید کمونیسم تلقی میگرده. آیا تا اونجایی که شما از دید همقطاران خودتان اطلاع دارید این در واقع برداشت درستی است؟ آیا شما و همقطاران شما در اون موقع اوضاع ایران رو و انقلاب ایران رو فقط به این شکل می‌دیدید؟ حقیقت اینه که اینو من عنوان کردم. در جلسات با جنرال هایزر جلو فرمانده ها من این بحث رو پیش کشیدم که ما قرارداد دفاعی دو جانبه با شما داریم، قرارداد 58. مطابق اون شما متحدین در صورت که ایران در خطر بیفته دفاع بیرید. البته منظور شما از اون قرارداد خطر کمونیستی بوده است. یک موقعی ارتش یک کشور با ارتش خودش از مرز میگذاره یه جایی را مورد تهاجم قرار میده. یه موقع است نه، با سابورژن، با عمل براندازی کشوری دیگر را ساقط میکنه. ما پشت سر این فعالیت‌های کمونیستی را هم داریم می‌بینیم. پس این دفعه ارتش سرخ نیست که از مرز بگذره، بلکه دستای سابورژن و دولت شوروی است که از زیر مرزها گذشته و داره دولت ایران رو ثابت می‌کنه. وظیفه شماست طبق قرارداد سال 58 اگر وضع می‌بینیم وخیمه با ارتشتون باید کمک کنه. البته ظاهرتمن هم ایشون این قرارداد چیز کرده، عنوان کرد. خب این صحبت وقتی من کردم تیمسار قره‌باغی هم روی این بحث رفت، چون منظور من این بود که پای عملا آمریکا رو ما متعهد کنیم که در اون وضعیت پشتیبانی بکنه. سخنرانی هر روز کارتر، یه روز میگفت که تکلیف شاه ایران و ملت ایران باید تعیین کنه، یه روز میگفت نه اون دوست خوب ما هست. اصلا یه سیاست درستی اینجا وجود نداشت. من میخواستم از طریق حقوق بین‌المللی بگم که این قرارداد با ما امضاش کردی، شما موظفید. بعد حتی در یه موردی بحث این شد که خب امروز اگر اتفاقی در کشور بیفته از طرف شوروی شما چیکار میکنید؟ گفت خب ما هم وارد ایران میشیم. گفتم کجا؟ جنوب. اون وقت ایران تقسیم میشه. آیا شما وارد آذربایجان هم میشین اگه خطری پیش بیاد؟ گفت بله. بله، منظور من این بود از کشیدن اون ماده، این قرارداد این بود که آمریکا بدونه تنها با
ارتش منظم نیست که یک کشور رو میریزن میگیرن. ارتش ایران و ارتش منظم نمیتونست از بین ببره، مگر اینکه اون ارتش خیلی بزرگی بیشد مثل شوروی. اونم معلوم نیست، تو افغانستان میبینین کوهستان های ایران معلوم نبود شوروی بتونه واقعا حریف ما بشه. هنوز هم من این عقیده رو دارم، ولی حریف اون ارتش ملت خودش بود و سابورژن بود و ضعف دستگاه، بی تصمیمی ها، تصمیم های غلط یه سال آخر باعث شد که کاملا این میدان رو داد به اون سابورژن فورس که این ارتش از بین ببره. تیم شب بارها گفته شده که از طرف آقای داریوش فروهر پیغامی فرستاده شده بود از جانب آقای خمینی از پاریس به تیمسار قره‌باغی به این عنوان که در واقع یک نوع تأمین جانی و موقعیت و حفظ مقام و این حرفا به ارتش داده باشند اینا. و همچنین وقتی که آقای خمینی وارد ایران شدن در بهشت زهرا سخنرانی کردن و خطاب به عمرای ارتش گفتن ما تنها چیزی که از شما میخوام اینه که آقای خودتون باشید و نوکر بیگانگان نباشید. اینی که گفتن ما میخوام شما رو به دار بزنیم حقیقت نداره. راجع به بخش اول سوالم میخوام از حضورتون تقاضا کنم ببینم که آیا شما از اون پیغام آقای فروهر برای تیمسار قره‌باغی اطلاعی دارید، یا حالا نه تنها به وسیله ایشون، از این نوع تأمین دادن آقای خمینی نسبت به عمرای ارتش. و عرض کنم خدمت شما نسبت به قسمت دوم سوالم میخواستم از حضورتون تقاضا کنم که توضیح بفرمایید که اون سخنرانی آقای خمینی بعد از ورودشون به ایران در بهشت زهرا چه تأثیری روی عمرای ارتش داشته؟ اولا هیچ گونه اطلاعی، هیچ فرماندهی از این که از طرف خمینی یا طرفدارانش یا سازمانش مثل جبهه ملی و یا اسلامی و اینا یه تضمینی به ارتش داده شده باشه که فرمانده ها مسئولن و کاری نداریم، مطلقا ما خبر نداریم. شخص شما اطلاع نداریم؟ شخص من اصلا اطلاع ندارم. به طوری که در جلسات خودمون به دفعات ما پیشبینی میکردیم که انقلاب پیروز بشه ماها اعدامیم، این بحث شده و به دفعات ما به این نتیجه رسیده بودیم که مخصوصاً یکی دو بار من و ربیعی اینو به همه فرمانده ها تأکید کردیم اگر عمل فوری انجام ندهند انقلاب موفق میشه و اعدامین، همه اعدامن. اینم بحث شده بود. حتی روزی که ستاد ما رو خواستن بعد از انقلاب، همه عمرا رفتن، منم رفتم، من با چمدون لباس زیر و اینا رفتم و به دریادار دهیمی که همراهمو گفتم من بازداشت میشم حتما، بنابراین من با این چمدون میام. و اتفاقا رفتم اون روزم، اتفاقا من بازداشت شدم، ولی خب دو سه ساعت بعد به طرز عجیبی آزاد شدم و اینا میخواستم من بمونم، قرنه‌ای میخواست من بمونم. بعد سخنرانی بهشت زهرا تأثیری نکرد. ما راستش ما می‌دیدیم که وضعیت چیه. هیچ امیدی این که این تشکیلات واقعا بتونه یه روزی همکاری با ما بکنه واقعا وجود نداشت. اونی هم که فرمانده ها نشستن امضا کردن که ارتش به ملت ملحق میشه یک بلوفی بیشتر نبود تقریبا. برای اینکه چیزی از ارتش نمونده بود که ملحق بشه یا نشه. اون برای این بود که زودتر هم قرار شد از رادیو اعلام بشه برای اینکه جلو تهاجم عوامل عناصر مسلح که ده ها هزار ریخته بودن جلو هر پادگان اینا همه مسلح جلو تهاجم اینا رو بگیره. شاید تا وقتی اسمی از ارتش از مذاکره بشه و همونجا به قره‌باغی هم اجازه داده شد که بره با اینا وارد مذاکره بشه با چیزا در همون جلسات وزنی که همه امضا کردن. بنابراین اشتباه ملت مردم، هر کسی فکر میکنه که ما ارتش داشتیم و بعد گفتیم نه این ارتش ملحق میشه به هم، چیزی نبود. ارتش وجود نداشت در کی بود؟ 21 بهمن بود که دیگه وجود نداشت. برای اینکه بدرعی صبح به من گفت که هیچی نموده و فرمانده ها به ترتیب
امضا همه صحبت کردن، اشخاصی مثل بدرعی، مثل خسروداد، ربیعی، تمام اینا امضا کردن که اصلا دیگه چیزی وجود نداره. سپهبد صانعی گفت که به دفعات من گفتم تیمسار قره‌باغ، الان هم میگم رو نیروی زمینی حساب نکنید، هیچ چی نمونده است. بدرعی به من گفت نیروی زمینی رو اویسی داغون کرد داد دست من، هیچ چی نمونده. من در لویزان با بدرعی حرفم شد، گفتم تو الان محاصره میشی، تو چیزی نداری، تو مگه به کوها وصل نیستی؟ گفت نه. گفتم چطور اینجا شما جزیره درست کردین لویزانو؟ الان تیمسار راه بیفتین خط جلو ببین تانک چی داری، توپخانه چی داری، اینجا اقلا این اینجا رو مستحکم کنی. البته ایشون رفتم من دیگه نیدم، حسرم شد قره‌باغی هم رفت، شب شد من دیم اونجا الان محاصره میشن، همه رو تیکه تیکه میکنن. من گفتم به تیمسار حاتم که من میرم به نیرودری و اومدم به پادگان کوهک. در نیرودری نشستیم با عمرا به صحبت و اینا، که البته یه دفعه 1000 نفرم اونجا ریختن حمله کردن. نه خیر، از این توافق هیچ، من فقط در یکی از مقالات سالیوان در آمریکا خوندم که قرار بوده در شاید در مثلا آذر و دیماه و اینا که شاه فقید قبول کرده بود که خمینی بیاد و ایشون با فرموندهانش و با ثروت فرمونده ها، که البته در مورد آدمی مثل من یا تیمسار از تاریخ خنده‌داره چون ما ثروتی نداشتیم، ولی خب یه دیگه داشت، که بیان بیرون همراه خود اعلیحضرت. و این بعدن دیگه مثل این که مورد نظر اعلیحضرت قرار نمیگیره، ایشون تصمیم میگیرن که بقیه بمونن و خودشون برن. تیم شاه، شما که در بازپس گرفتن یا حالا اشغال هرچی اسمشو میذارید از جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا شرکت داشتید، این موضوع تا چه اندازه با مسئله بحرین در رابطه بود؟ خیلی ممکنه برای ما توضیح بدید. اولا هم مجبل جزایر بحرین و هم تنب و ابو موسا، این اینا با توجه به تاریخ مال ایران بودن. اسنادی هست در وزارت خارجه که صریحا از دولت بریتانیا که به دولت ایران نوشته شده که هر موقع شما تونستین امنیت رو در این مناطق برقرار کنی در مورد بحرین، ما میریم بیرون، اون موقع به دست شما میدیم. در مورد این بحرین متاسفانه به نظر من نمیبایستی پس داده بشه، چون خاک مملکت قابل مصالحه نیست. و البته خود اعلیحضرت بعد انطوری ناراحت بودن، یه روز اومدن ستاد نیروی دری و صحبت کردن به افسران و گفتن که من مجبور بودم این کارو بکنم، دوران عوض شده، وقتی در الجزایر فرانسه نمیتونه مقاومت کنه، وقتی بریتانیا هندو ول میکنه، دیگه ما نمیتونیم رو بحرین تکیه کنیم، هر سرباز ما رو سر هر کوچه میکشتن. در قبال اونا به شاه فقید وعده داده میشه که 3 جزیره تنبا و اینا رو بهشون بدن. از یه سال قبل سفیر انگلیس آقای دکتر افشار، اصلان افشار وزیر خارجه ایران، و من از طرف ارتش ایران یعنی یه نماینده نیروی دریایی، برای اینکه مسئله دریایی اونجا مطرح بود، مأمور مذاکره شدیم که این جزایر از اون شیوخ پس گرفته بشه. البته شیوخ مقاومت میکردن و در مورد جزیره ابو موسا اصلا متر به متر میرفت، حتی در آخرین لحظه یه جوری گفت اینجا قبر بابامه، اینجا رو من دیگه نمیدم. لاجرم من در شغل موقع معاون عملیاتی نیروی دریایی مجبور شدم طرح اشغال این جزایر رو با زور تهیه کنم. طرح تهیه شد و در کوههای بندرعباس درست در اون ارتفاعاتی که شبیه ابو موسا و تنبینا بود ما تمام اینا رو تمرین کردیم با افراد و اینا و هیچ مسئله اصولا برای ما وجود نداشت. اینا ضعیفتر بودن که اصلا روشون بشه حساب کرد. بعد در 6 صبح یکی از روزهای پاییز، تاریخش درست یادم نیست، درست چند ساعت پیش از اون که قرارداد ما با بریتانیا خاتمه پیدا کنه،
یعنی نظر شاه فقید این بود که من این جزایر از بریتانیا گرفتم نه از اعراب. من ماموریت پیدا کردم که واحدهای خودمون رو تعدادی در حدود 8 تا هاورکرافت بودن پر از یگانهای پیاده شونده، تعدادی ناوشکن برای پشتیبانی آتش اینا و تعدادی هلیکوپتر، نیرو هوایی هم تو هوا بود اگه لازم بشه. در دو تا جزیره من پیاده کردم و در جزیره ابو موسی عطایی که فرمانده ناوگان بود اون موقع اونجا رفت و با شیخ صغر مثل اینکه مال شارجه اونجا روبوسی کردن یا با برادر شیخ صغر به نظرم، و اونجا با مسالمت برگزار شد. ولی در توم در آخرین لحظه متاسفانه مثل اینکه از رسول خیمه دستور مقاومت داده. بله اینا رو توضیح فرمودید. بله دستور مقاومت دادن و تعدادی کشته شدن، تعداد محدودی اینا. در جریان جنگ زوفار امریکایی‌ها چه نقشی داشتن در وارد کردن ایران در جنگ‌های زوفار؟ من هیچ اطلاعی ندارم. این تصمیم شخص اعلیحضرت بود و به نظرم بعد از دکترین نیکسون بله. که هدف این بود که کشورهایی که بتونن خودشون رو دفاع از خودشون دفاع کنن و یا منطقه از خودش دفاع کنه، و چون عملا کمونیست همه جای عمان رو گرفته بودن، تنها قدرت ایران بود که به دادش برسه. و این نظر ویژه شاه فقید هم که بزرگ کردن ایران در منطقه و از محدوده مرزای ایران بود با اونم خیلی تطبیق میکرد، کما این که خب ما کارهای دیگر هم جاهای دیگه داشتیم، حتی ما تا زعیر اسلحه میرسوندیم، با اونم تطبیق میکرد. اون وقت ارتش رفت اونجا و خب موفقیتش هم یه کمی یه تعدادی رو به وحشت انداخت، من جمله عربستان سعودی. ارتشی که 1000 مایل اون طرفتر به این صورت عمل میکنه، خب این خیلی باید آموزش داشته باشه و خب هر آن خب همین ارتش میتونست عربستانم بگیره. و عربستان سودان به نظرم یه عاملی بود که خیلی در برگردوندن نظر غربی‌ها نسبت به ایران سهیم بود. وحشت داشت، میترسید ایران نفتش با اون روزی 6 میلیون بشکه خب بیش از 20-25 سال که دوام نمی آورد. بعد یه همچه گولی که درست شده بود با 1.5 میلیون ارتش، ارتش استندینگ، این پول از کجا بیاد؟ این ارتش رو مجبور بود از یه جای پولو به دست بیاره. این وحشت بود. من اطلاع ندارم، تصمیم فقط خود اعلیحضرت بود. ما دستورمون این بود که نیروهای زمینی رو اونجا تقویت کنیم که ما برای اون کار رفتیم. تیمسر، حالا من میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که راجع به یک در این شخصیت‌های تاریخی که من اسامیشون رو ذکر میکنم تا اونجایی که به خاطر دارید و ناظر فعالیت اینها بودید در یک یا دو مورد برای ما توصیف بفرمایید که روشن کننده شخصیت سیاسی و نظامی یا اجتماعی این شخصیت‌ها باشه برای نسل حاضر و نسل آینده. و اول از همه اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی. اعلیحضرت فقید دارای نکات مثبت و نکات منفی بودند. نکات مثبتیشون به نظر من وطن پرستیشون و تصمیمی که ایران رو به در جرگه دول بزرگ وارد بکنن و خب زحماتی که در این راه واقعا کشیدن و به ویژه ایجاد ارتش نوین ایران به صورتی که یکی از ارتش‌های بزرگ دنیا بود و خیلی خدماتی که مثل خدمت به بانوان اینا که همه‌مون می‌دونیم و کارهایی هم که در مملکت شده، بعضی ها اساسی بودن و بعضی ها هم زیاد اساسی نبودن. مثلا صنایع مونتاژ هیچ وقت صنعت نیست، یه چیز بیشتر یه عامل استعماری رو بیشتر داره.
از نظرهای منفی و شخصا آدم خوبی بودن علی‌الحسن. ممکنه یکی دو موردی رو که خودتون شخصا ناظرش بودید بفرمایید که مبین این مسئله‌ای که شما میفرمایید راجع به ایشون باشه؟ نه، اصولا در تمام صحبت‌ها و اینایی که ما شاهد بودیم اصولا هدف واقعا بزرگ کردن مملکت بود و نمیدونم متوجه نه درست متوجه نشدم. بله، منظور من اینه که شما یه موردی رو مثال بفرمایید که در اونجا یک مسئله مطرح شده بود و ایشون موضعی گرفتند یا مسئله‌ای رو مطرح کردن یا سیاستی رو پیشنهاد کردن که در واقع اون سیاست یه سیاست فرض بفرمایید که وطن پرستانه بوده یا نبوده. منظور من چنین چیزی است راجع به یه تجربه خاصی که شما دارید نشون بدید که بتونید بگید که با این تجربه‌ای که من دارم تصمیم گرفتم که این آدم آدم وطن پرستی بوده، دلیلش هم چنین تصمیمی بوده که اتخاذ کرده یا چنین رفتاری بوده که در چنین موردی کرده، یا اگر عکس این رو دارید بفرمایید. یه تجربه‌ای که شما خودتون مستقیما شاهد و ناظرش بودید و تجربه شماست. خب الان به خاطرم نیست. خب مسلما زیاد از اینا بود ولی الان درست به خاطرم نیست. یه روزی راجع به دانشجوهای نیروی دریایی که در آمریکا تحصیل می‌کردن، بله، من صحبت کردم که شاید 600-700 تا افسر دانشجو در دانشگاه آمریکا ما داریم. بعد یه دفعه مدتی علازت فکر کردن، گفتن خدا میدونه چند تاشون رو برای خودشون تربیت میکنه. بله. و یعنی معلوم بود که حتی به آمریکا زیاد اعتقادی نداشت. یعنی در به هر حال در یه لحظه همیشه اون مساله علاقه ملی در ایشون وجود داشت. بله. اون علاقه ملی می‌چربید. ولی از نقاط ضعف ایشون شل گرفتن و اجازه دادن به ترویج فساد، به ویژه در میان ملت ایران یک کلاغ چهلک کلاغ میشه و یه عواقب بسیار بدی به وجود میاره، کما اینکه فساد توسعه پیدا کرد، دهن به دهن گشت. در اون اواخر من یادم هست که کسی که صدها میلیون غیرقانونی دزدیده بود اونم ناراضی بود که چرا بیشتر این کار رو من نکرد. و من یادم مرحوم والاگوهر شهریار شفیق، ناخدایکم شفیق، وقتی از جنوب فرانسه سال انقلابان گفتم شهریار چه خبر بود، گفت من مدتی من با مادرم بودم و زود اومدم بیرون از خونه اونو، مردم همه انقلابی شدن، همه فوش میدن. گفتم به کی؟ گفت به دستگاه. عکس علازت رو نشوند. گفت مردم خون میخوان، مردم خون میخوان. اجازه دادن به این که ستونهای حکومت شل بشه، فساد باعث میشه ستونهای فولادین حکومت شل بشه و هر دشمن این ستونها را با ضربه کم بندازه. علازت هرگز متوجه نشد، هرگز نه متوجه نشد که این حکومت چقدر پایه‌هاش ضعیفه، هرگز متوجهشون نشدن که این جمعیت که تو خیابون زنده باد میگن و میخوان خودشون رو زیر ماشین بندازن زیاد اعتماد نکنن. اول باید اون اساس حکومت رو باید چیز تقویت کنند، چون به موقع اون جمعیت اینا بر میگردن و اونها حکومت هم آنم واژگون میشه. دوم، ایشون زیادی در جایی که باید دموکرات باشند دیکتاتور بودن، در جایی که باید دیکتاتور باشند دموکرات بودن، یعنی درست به عکس. سالهایی که میبایستی قانون اساسی را به مردم برگردونن، من به نظرم کودتای 28 مرداد لازم بود برای اینکه کمونیست‌ها داشتن مملکت رو میگرفتن، مصدقم از دستش داشت در میرن، از دستش بیرون داشت میومد و
اون لازم بود، ولی سالها بعد دیگه میبایستی حکومت به مردم برگرد. خود اعلیحضرت معتقد بود که جور دیگه نمیشه حکومت کرد، من قبول ندارم این جور دیگه نمیشه حکومت کرد. و اطرافیان تو فکرشون گذاشته بودن، اونایی که میخواستن سوء استفاده کنند، وگرنه جور دیگه میشد حکومت کرد. این ملت آدم فهمیده زیاد داشت، آدم های خوب هم زیاد داشت. بعد یکی هم این که ایشون شاید یه شاهی خیلی خوبی میتونستن باشن به عنوان شاه دموکراسی، ولی در لحظه بحرانی ایشون واقعا لیدر نبودن. لیدر زمانهای آرامش بودن ایشون، ولی هر موقع که بحرانی پیش میومد ایشون میدان را خالی میکرد. 28 تا 25 مرداد همین بود که ایشون خب رفتن از مملکت بیرون. این دفعه هم بازم همین بود. استناد ایشون به اینه که مگر نمیبینید که الان سالیوان و هایزر اینجا بودن، میگن شما کی میخواییم بریم، در حالی که ایشون استنادشون به این بسیمت فرمانده های زمینی دریای هوایی استعداد کردن که ما بمانیم و میمانیم و من میدونم اگر اعلیحضرت میموندن مملکت به اینجا نمیکشید و به شرط اینکه تصمیم میگرفتن، نه اینکه به میموندن ادامه پیدا میکرد. بازم موقع بازم همه داغون بودن، ولی تصمیم میگرفت. والحضرت اشرف پهلوی، من به نظرم یکی از عاملین ضعف رژیم شاهنشاهی بود. شما در اون مشاغل، در اون وضعیت ها، در اون مقام ها فقط یک جور میتونید عمل کنید و اون راه راست و پاکیه. هر جوری دیگه عمل بکنین ضربه است به پایه‌های اون رژیم و ایشون متاسفانه خوب عمل نکرد. ایشون در پاریس با من صحبت کردن تلفنی، اصرار داشتن من برم پیششون. چه زمانی ها؟ تقریبا بله بعد از انقلاب و بعد از واقعه تبرزین، اینا که ما اون کشتی اینا رو گرفتیم بله. بعد طرف ترکیه را افتادیم اینا بله. ولی حقیقت این است من نرفتم، برای اینکه معتقد بودم اینا مملکت ما را از بین بردن، عواملی بودن مملکت از بین بردن. بله. شما این تجربه با ایشان داشتید در نیروی دریایی که بودید و پسر ایشان هم اونجا بود در مسائل خرید یا مسائل مالی دیگه؟ یه موقع نیرو در اینا یه چیزایی رو عنوان کرده بودن، یه ده پیمانکارا میخواستن مین جمع کنه، کشتی های مینجم کن آلمانی به نیرو دریایی بفروشن و از دفتر والحضرت هم خیلی دائم تلفن به نیرو دریایی می شد سر این موضوع و به من که رئیس ستاد بودم بله. البته ما نخریدیم ایش وقت اون رو بله. و دیگه ما فشاری چیزی نداشتیم، یعنی از اون طرف من یادم نیست. از طرف پسر ایشون، آها چرا، پسر ایشون اولا والاگوهر ناخدایکم شفیق یکی از بهترین افسرهای نیرو دریایی بود. روزی که من تقاضای درجه ناخدایکم ایشون از اعلیحضرت کردم، ایشون اعلیحضرت نمیداد درجهشون. اصولا شهریار شفیق مدتی سالها پیش مظنون بود، حتی فکر میکردم ممکن ایشون به عراق فرار کنند. ضد اطلاعات کنترل میکرد ایشون. گفتم قربان این نه این است که ایشون از خاندان شما هستن، این افسر خوبیه، من وظیفه‌ام افسر خوب رو زودتر بکشم بالا و تصویب کردن، ولی تعدلشون زیاد خوشحال نبود. و خود شهریار شفیق کنم شاید تنها خاندان پاک، تنها فرد پاک خاندان پهلوی ایشون واقعا بودن، پاک بودن، خیلی ثروتمندم بودن. ایشون یک دفعه من گفت که من فقط 10 میلیون دلار از پدرم به من برسه، ولی خب ثروت پدری، خودش آدم خیلی تمیزی بود، خدا رحمت کنه، بی احتیاطی داشت فعالیت های خیلی خوبم میکرد در زمینه های ضد انقلاب. بس ارتشبان رزمارا مرد میهم پرست و یه نظامی بسیار بسیار قوی، نظامی به تمام عیار و سازمانده. شما هرگز تجربه ای با ایشون داشتی؟ تجربه بله، ارتشبان رزمارا ما را برد به عنوان دانشجو به حضور
شاه فقید معرفی کرد در کاخ سعدآباد. بعدن که علازت رفتن ایشون سخنرانی کرد، گفت نقشه‌ای که من برای نیروی دریایی دارم هنوز زوده شما بفهمید، اون چی که از شما میخوام خوب تحصیل بکنید، که البته امثال آدمی مثل من حرفشو به مرحله عمل سعی کردیم واقعا در بیاریم و اینقدر ما به این علاقه داشتیم، وقتی در به عنوان دانشجو در انگلیس یک نفر یک کار خلافی بیکرد همه میگفتن آبروی رزمارا رو نبرید، یعنی اینکه جمله شد و حتی سالها بعد اینکه افسر شده بودیم به عنوان شوخی هم شده میگفتن آبروی رزمارا رو این چه کاریه داری میکنه، آبروی رزمارا رو برد. سالها بعد فرمانده انگلیسی خلیج فارس وقتی اومد به خرمشهر گفت در زمان رزمارا قرار بود نیروهای دریایی انگلیس در خلیج فارس و دفاع خراسان به ایران واگذار بشه. پس ایشون یه طرحهای بزرگی داشت رزمارا، ولی دوره‌ای که بعد از ما اومدن به انگلستان سرلشکر گرزن رئیس ستاد بوده، به اینا گفته ما که جنگی با کسی نداریم، شما برین خورده تفریح کنیم و از سرسد راه نندازیم. این از اختلاف بین دوتا جنرال. ملکی سابق ایران ملکی سارایا، زیاد در این در مورد ایشون من وارد نیستم، خاطراتشون رو خوندم و خودتون هیچ وقت تجربه‌ای با ایشون نداشتید؟ رون به من به من افسر بودم رو ناو ببر، ایشون برای بازدید اومدن. بله. فقط اونا یادم هست و دیگه چیزی یادم نیست. بله. سپهبد زاهدی، سپهبد زاهدی افسری بود، خصوصیت اخلاقیشون رو من نمیدونم، ولی فکر میکنم به هر حال اینقدر تحور داشت که در لحظه حساسی قد علم کرد و اون کودتا را به وجود آورد. شما خودتون بود. هرگز در تجربه شخصی شاهد و ناظر فعالیت ایشان بودید یا برخوردی کنی با ایشون داشتی؟ با ایشون خیر، ولی در اون 25 مرداد منم به جای فرمانده ناو پلنگ بودم، افسرها را جمع کردم. بله فرمودید. بله و گفتم که آماده باشیم ما ایران آزاد اعلام کنیم. بله. و نه خیر، ایشون رو دیگه من نمی‌شناسم. فقط پشت سر ایشون صحبتایی بود که در اون کودتا صحبت 7 میلیون دلار پول بود و که گویا به ایشون داده شده بود، بعد اون کاخ ویلای روز و گل سرخ، اینا چیزاست که یه خورده آدمو به شک وامی داره، چون شما که برای میهن کار میکنید دیگه عقب این چیزا نباید باشه. بله. سپهبد تیمور بختیار، تیمور بختیار رو من یک آدمی میدونم که سوء استفاده کرد از اختیاراتی که بهش دادن. بله. و سازمان امنیتی که میتونست چشم و چراغ مملکت باشه ایشون به صورت سازمان ترور بنا گذاشت و از اول دشمنی ویژه با طبقه جوان، طبقه دانشجو به ویژه، و ایشون اینا میتونستن خیلی خوب عمل کنن، متاسفانه اون کپاسیتی رو ایشون نداشت. آخر سر هم وقتی بهش گفتن بالا چشت ابروس رفت خیانت کرد و به عراق ملحق شد. شما هیچ وقت خودتون شخصا با ایشان تماسی داشتید؟ آشنایی داشتید؟ یک سفر روی کشتی ما بودیم، ایشونو بردیم به چیز؟ به قطر. رئیس سازمان امنیت بود. بله. بردیم به قطر و بعد همین. ایشان تنها بودن؟ یا آقایان دیگه؟ با چند نفر بودن؟ با چند نفر از افسران؟ به خاطر میارید؟ نه خیر. درست به خاطر ندارم. آقای دکتر منوچهر اقبال، به نظرم آدم وطن پرستی بود، آدم صالحی بود و تا البته خب موضع ضد کمونیستی قوی داشت، یه کمی متفرعن بود، ولی فکر کنم کمک بزرگی به شاه بود و متاسفانه درست در یه موقع حساسی سکته کرد و فوت کرد. برای شما خودتون هیچ وقت باید خیلی در کار داشتید؟ چرا، من خیلی با بندر عباس یه مثالش رو برای ما توضیح بفرمایید. یک مثالش که بندر عباس با من صحبت کرد یه هفته بعد سکته کرد. بله. گفت اون موقع که من نخست وزیر بودم سفیر شوروی رو خواستم،
گفتم ما در مقابل شما مثل پشه ایست در مقابل فیل. ولی همینطوری که پشه میره تو دماغ فیل و بیچارش میکنه، ما شما رو بیچاره میکنیم. مگر اینکه شما با ما را بیاییم، ما هم مرزیم، باید با هم بتونیم درست زندگی کنیم. توطئه بر علیه ما نکنید. این یادمه و از ته قلبم میگفت. من اقبال و آدم خوبی دیدم. آقای ارتشبز حسین فردوس تو من همیشه ازش بعدش بدم میومد. هیچ ارتباطی باش نداشتم. چرا؟ بعد اومدنم از اینی که از آدمایی که پشت پرده بدون داشتن کپاسیتی یک شخصیت استثنایی برای خودشون به وجود میارن، من هیچ وقت خوشم نمیاد. این آدم من نمیدونم رو اصل این که خب با شاه مرحوم هم کلاس بود و هم بازی بود، چطور باید به این همچه اختیاراتی داده بشه که هر کاری دلش میخواد بکنه. و در یکی دو همین ماهای آخر بود، یه روز من به سپه بود، فردوس برادرش که با اون دوست بودم، من بهش گفتم که خب این مطالبی که الان شما صحبتشو میکنید بدین ارتش بود ببره. بعد گفت ارتش بود دو سال شرفیاب میشه. گفتم چرا؟ گفت نه خیر، اختلافاتی هست و ایشون دیگه پرونده رو میفرستن. و اصولا روش عمل سازمان امنیت در سالهای آخر نشون میده توش یه مقدار یه چیزایی بوده که هنوز من درست خبر ندارم. و تا اینجا هم که میدونم مثل اینکه ارتش بود فردوس به هر حال با اینا همکاری داشته و میکنه. میگن تو خونش هست، از داخل خونش در تهران هر چیزی در حال حاضر میفرمایید. بله بله، میگن خونش تحت نظره، ولی خب هر کمکی که اینا میخوان میکنه. فقط یه چیزایی نوشتن که قرباقی با اون همکار بوده، اون مخزن قرباقی رو گذشت که این وضعیت بوده. این اصلا صحت نداره. قرباقی اصلا نمیخواست بیاد رئیس ستاد بشه، ما به زور آوردیمش چون آه. کسی نبود. طوفانیان نمیتونست ضیاالحق ایران بشه، ولی قرباقی شاید میتونست. آقای جعفر شریف امامی، اونم من خاطره خوشی ازش ندارم. رفتارشون در دوران نخست وزیری و قبل از نخست وزیری در مشاغل مختلفی داشته، خیلی حرف پشت سرشون هست، خیلی زیاد. عملشون هم در نخست وزیری خوب نبود. و شما خودتون هرگز شخصا با ایشون تجربه ای نداشتید؟ فقط در بعضی از مهمانیایی که مثلا ایشون رئیس مجلس سنا بود، منم فرض بفرمایید فرمانده رئیس ستاد نیروی دریایی بودم، اونجا میدیدم یه سلامی من میدادم، همین. بله. آقای دکتر علی امینی، من به نظرم پیرمرد محترمی است و ولی نمیتونم بگم سیاستمدار قوی هست. بله. همکنونم دو سال پیش من بهش گفتم آقای امینی تجربه من خیلی کمتر از شماست، شما اگر اشخاص صالح دور خودتون جمع کردین موفق میشید در این وضعیت که در پاریس الان دارید. بله. ولی اگر فاسدا را جمع کردین خودتون از بین میبرید. اونی که من الان میبینم ایشون فاسدا را جمع کرد. خودتون در زمانی که ایشان ایران بودن هیچ وقت با ایشان سرکاری نیستید؟ اصلا هیچ وقت آقای امینی ما تماسی نداشت. با آقای بازرگان شما هیچ وقت تماس مستقیم داشتید؟ بازرگان رو من در عمرم ندیدم تماس، فقط بازرگان رو من فقط در صفحه تلویزیون دیدم با کتاب ملا نصرالدینش. بله. آقای اسدالله علم، به نظرم یه عنصر فاسدی بود، یعنی نکات منفیش فسادش بود که در دربار و اینا این در هر کاری دخالت میکرد، مخصوصا در کارهای غیر مشروع. بله. و همه نوع فسادش رو من نمیتونم حالا فساد بگم یا نه. در یه سفری من دریا فرموده کشیدم، به من گفتن که برو جزیره کیش، آقای علم میاد اونجا محل کاخ را تعیین کنه. بله. من تلگراف به جزیره کیش دادم که به آقای علم بفرمایید که نهار بیان رو کشتی. ایشون قبول کرد، نهار تهیه شد و رفتم من اونجا و آقای علم رو گفتم خب کشتی منتظر تشریف بیارین. جا این چیزو تعیین کردیم، محل کاخ و اینا رو تعیین کردیم با توجه به جزر و مد آب و اینا. بعد ایشون یه دختره که 18 20 ساله آمریکایی همراهش بود، اون دختره گفت نه من میخوام شنا کنم و اینا. و هیچ ایشون نیومدن و بعد زود بساط مشروب اینا بود و ظاهرن ایشون خب همراهشون بود. بله. با خودشون آورده بودن اونجا، دیگه ناراحت هم نبودن که خب بالاخره ماها
خوب نیست که یه شخصی که نخست وزیر بوده و در این وضعیت هر کاری هم داره میکنه قاعدتا باید بی سر و صدا بکنه. بله. و همین. ایشون اون موقع وزیر دربار بودن؟ موقع به نظرم بله وزیر دربار بودن، ولی خب ایشون قاطعیت دار، کما اینکه در جریان خمینی با قاطعیت عمل کرد. بله 15 خرداد. بله اون قاطعیت را داشت و آدم فهمیده هم بود، باهوش بود. بله. ولی خب آقای حسن علی منصور، من منصور رو نمیشناسم و اینا فقط یه دوره‌ای داشتم به اسم تحصیل کرده‌های آمریکا. بله. و یواش یواش این تحصیل کرده آمریکا کانون مترقی شدن دیگه، اومدن نخست وزیر و اینا. بله. و من فقط می‌خواستم که اینا رو که می‌پرسم فقط می‌خوام از حضورتون تقاضا بکنم که اگر شما خودتون شخصاً ناظر یک رویدادی یا یه تصمیم گیری خاصی درباره موضوعی بودید که دیدید این آدم‌ها رو در عمل که چگونه بودن، تجربه شخصی دارید، اون رو برای ما توضیح بفرمایید. شهبانو فرح. شهبانو فرح، خب ما شرفیاب می شدیم و می دیدیم ایشون، در ایشون بازدید می اومدن. ایشون سالهای اول خیلی خوب عمل کردن، به طوری که واقعا کم کم محبوب شدن و خیلی اسط بودن ایشون نسبت به خاندان پهلوی. ولی این اواخر دیگه کم کم اشتباهاتی هم زیادی هم ایشون کردن و برای مثال همین جشنهای شیراز خب کم و بیش به ایشون نسبت داده می شود، چون ایشون سپانسر از نظر به اصطلاح بودند و با روحیه ایرانی تطبیق نمی کرد. این کارا باید خیلی آروم انجام بشه. یا اینکه ایشون یه سفر اومده بودن جزیره ابو موسا. ابو موسا رو ما یه شهرک زیبایی ساخته بودیم، جایی که یه قطره آب نیست، یه دونه آجر نیست، اینا ما یه شهرک قشنگی ساخته بودیم برای نظامی، هم مواظب جزیره باشن و هم یک پارچه گل کرده بودیم شهر. من خودم نتونستم برم، به فرمانده ناوگان گفتم که ایشون برن. ایشون رفته بودن گویا اولی حضرت راه میرن، بعد این گلها و این درختها رو میبینن در جزیره که اثری از آب نیست، خب تعجب میکنن و میگن خب اینا رو هم حتما دیشب آوردین کاشتین اینجا. که بعدن که اینو به من گفتن، من فرمانده ناوگان رو توبیخ کردم، گفتم مگه تو زبون نداشتی؟ تو میگفتی ولی از ما جزء اونا نیستیم که شب قبل بکاریم، این سازمان نظامی است و وظیفه‌اش رو درست انجام میده. بعدش ایشون گفته بودن چرا مثلا این خونه ها را از هم با فاصله نساخت اینجا که زمین داریم. ایشون جواب ندادن که این پادگان نظامیه، این خونه ها به هم نزدیک باشن بهتر محافظت میشه، چون شب دور تا دور نگهبان باید بشه. اون موقع قذافی مرتب اعلام میکرد که نمیدونم مردان قورباغه رو میخواد بفرسته به جزیره ابو موسا، بنابراین باید محافظت بشه. بعد ایشون گفتن که آبنبار ساختین اون بالا با رنگ کوه نمیخونه، حالا جزیره ابو موسا ما یه پایگاه ما البته دادیم اونجا رو رنگ زدن که با رنگ کوه جور در بیاد. و ولی خب اینا خب ایشون اهل خیلی هنر و اینا بودن و چیزی که خیلی منو ناراحت کرد اون رفتن ایشون به نجف در اون روزای انقلاب و پوشیدن اون لباس با اون پیش آیت الله خویی. بله پیش آیت الله خویی. و این اصلا در اون موقعیت درست نشد، چون تمام اینها علامت تسلیم بود و ضعف دستگاه سلطنت. بله. که مرکز قدرت ما بود. اردشیر زاهدی. آقای اردشیر زاهدی شما خودتون هیچ وقت شخصا با ایشان شخصا خب سر و کار چند جا من دیده بودم، بعضی از ایشون آدمی بودن خیلی خوش مشرب و شاید هم تا این حد به درد می‌خوردن. گذاشتن ایشون در مشاغلی مثل وزارت خارجه، مثل سفارت آمریکا اشتباه محض بود و دست تو دست الیزابت تیلر ظاهر شدن در مجامع مهمونی‌های با خاوی توام
سر صدایی که ایشون میدادن، اگر سر صدا توش نبود خب از نظر دیپلماسی خوبه، این مهمونی ها این خاویارا مؤثر هست، ولی وقتی دیگه جنبه پلی بوی بودن رو پیدا کنه، جنبه افراطی پیدا کنه، این به ضرر مملکت. کما این که فعالیت های آنچنانی ایشون در این شهر واشنگتن باعث شد که دولت مردان آمریکا به ویژه مال حزب دموکرات، سناتورا، کانگرسمنا، ایشونو یکی از مظاهر کراپشن و فساد ایران میدیدن و همینا باعث شد که اونایی که با اینا تماس میگرفتن زودتر تحت تاثیر قرار بگیرن که واقعا در ایران کراپشن هست. ایشون واقعا اگر یک ذره از سیاست این اطلاع داشتن 60,000 دانشجو دشمن ایران نمیشدن. اینا بچه های ما بودن. چرا ما باید اینقدر متفرعن بشیم و با توأم با کثافت عمل کنیم تا دانشجو دشمن ما بشه؟ دانشجوهای ایرانی همه بچه های ما بودن، اینا چرا باید دشمن ما بشن؟ آقای امیرعباس هویدا، آقای امیرعباس هویدا آدمی بود تا حدی سیاستمدار، خیلی مؤدب، خیلی مردمدار، آدم پاکی هم بود، خدا رحمتش کنه. ولی ایشون به نظرم اون کپاسیتی که بتونه نخست وزیری مملکت در اون دوران باشه و این مملکت رو برسونه به اونجا که باید برسونه نداشت. نمونهش این که یک انقلاب اداری رو نتونست پیاده کنه. برای اینکه کاری نش، ما در ارتش دستور داده بودیم که نامه‌های فوری همون روز جواب، نامه‌های مثلا عادی تا 48 ساعت، نامه‌هایی که میشد واسه تا یک هفته. خب این میشه انقلاب اداری. کسی که این کار انجام نمیداد خب پدرش هم مادر میآوردی. اینا نتونستن هیچ وقت این دستگاه اداری رو پا و نارضایتی مردم رو از بین ببرن. کارایشون من فکر کنم بسیار از کارایشون درست نبود. و شما هرگز خودتون شخصا تجربه با ایشون داشتید؟ تجربه با ایشون داشتم بله، و به دفعات ایشون رو ناب میومدن، همراه اعلیحضرت میومدن. به نظرم آدم خیلی فهمیده بودن، خیلی مؤدب بودن، به نظرم خیلی انسان بودن. ولی همطور که عرض کردم کپاسیتی مملکتی که در حال توسعه بود، نخست وزیری که این مملکت رو بکشه به جلو، متاسفانه ایشون نداشتن که عملا دیدیم نیست. در حالی که ایشون خیلی قدرت داشتن، ایشون تنها کسی بودن من دیدم نشسته با اعلیحضرت صحبت میکنن. ایشون صندلی نشسته و اعلیحضرت ایستاده بود. معمولا ما هیچ وقت نداشتیم این وضع. یعنی خیلی ایشون واقعا مورد توجه اعلیحضرت فقید بود و خیلی کارا میتونست انجام بده که مملکت به اینجا نکشه. آخه این بدبختی همش روی بی‌حساب کتابی‌ها و رفتار غلط، تصمیمای غلط و ابتکارهای غلط همه به اینجا بوده که ما را کشونده. آقای دکتر جمشید آموزگار، ایشون آدمی هستن به نظرم پاک، آدم خوبی هستن و مقدار زیادیشون محافظه کارن، یه مقدار اهل عمل نیستن. موقعی که عمل، یه مقدار قدم به عقب میذارن. و ما در واشنگتن اتفاقا یه شب دیدیمش و خواهش کردیم که شما در این مبارزات بیاین تو. برای این خوب اسم و رسم بعدی ایشون نداره، ایشون نپذیرون. آقای دکتر کریم سنجابی، کریم سنجابی به نظرم اینا را من در ردیف اشخاص نمیتونم، لغت خائن رو نمیشه آدم به هر کسی واقعا بگه. از اون آدم های جاه طلبی که یک عمر توطئه کردن و آخر سرم به هیچ جا نکشید. شما هرگز خودتون ایشون رو دیدید؟ با ایشون ملاقات داشتید؟ شخصا خیر، ولی روزی که یکی دو سال پیش بود من با نخست وزیر ترکیه ملاقات داشتم، ایشون گفتن مثل یکی از وزرای سابق شما اومده بیرون، نخست وزیرای سابق شما. گفتم اینا همه در آمریکا در اروپا. بعد اون رئیس سازمان امنیت اسم آورد، گفت سنجابی. گفتم این وزیر خارجه بود و یکی از همین انقلابیون بود متاسفانه و استانبول بود. اینا هم تسهیلاتی قائل شدن که بیاد آمریکا. آقای دکتر نورالدین کیانوری، کیانوری من فکر میکنم که شخصا اصلا هیچ نخیر.
آیت الله خمینی. هیچ وقت خمینی ملاقات نکردید؟ نه تنها ملاقات نکردم و اصلا ما اسمی از ایشون نداشتیم تا 7-8 ماه پیش از انقلاب. یعنی دستگاه اطلاعاتی مملکت آنچنان ما را بی‌خبر، من خیلی اهل مطالعه بودم ولی آنچنان بی‌خبر ما را گذاشته بودن. ما نمی‌دونیم خمینی کیه. آیت الله شریعت مداری، آیت الله شریعت مداری رو نه شخصا من خبر ندارم و فقط بعد از این جریانا صحبت من در خونه ایشون شده بود، قبل از اینکه ایشون مورد خشم خمینی قرار بگیره و اینا، و ایشون خیلی استقبال کرده بود چون خب اونم آذربایجانی و منم آذربایجانی. بله بله. شما از اون جریان حمله خسروداد به منزل ایشان؟ نه خیر، خبر شده بود کسی کشت، دو نفر کشته شدن. بله. نه خیر، فقط خوندم من تو روزنامه. بله. آقای آیت الله محمود طالقانی، طالقانی هم از اونایی بود که شاید خیلی کارون اوایل انقلاب میتوانست بکنه، ولی همیشه آدمی بود به نظرم درو و دو طرف عمل میکرد، سعی میکرد هم هر 6 طرف رو داشته باشه. بله. روزی که طالقانی در تهران، اون موقع من مخفی بودم در تهران، بلند شد بر علیه خمینی اعتراض کرد و رفت، تمام تهران ریخت خیابون، همه به پشت طالقانی که برای اینکه جلو خمینی آدمی که ذره فهمیداش حداقل بیارن. بازم 3-4 روز بعد پسر خمینی رفت و با ایشون صحبت کرد. و آقای دریادار، دکتر احمد مدنی، احمد مدنی نکات مثبتی داره، نکات منفی داره. نکات مثبتش اینه که آدمی هست خیلی پاک، همیشه بوده خیلی پاک بود، خیلی رک حرفش رک میزد و مبارز با فساد، با کارهای بد اینا، و ولی در مسائلی مثل این که فرض ما فرمانده نیروی دریایی بشه یا لیدر یه انقلاب بشه، لیدر یه مملکت یا یه چی، متاسفانه ایرادایی بسیاری دارن فوق العاده. اولا هیچ وقت مشاور خوب انتخاب نمیکنه، این مش آدمای نفهمو جمع میکنه داره برای خوده، هیچ وقت گوش به حرف کسی نه، خیلی دیکتاتوره ایشون، بعکس فوق العاده روح دیکتاتوری داره. و بدتر از همه اون نامهای آخری که به خمینی نوشت و قائد اعظم، دیگه تمام مسائل رو حل کرد و ایشون هر چی خواستم منو ببینم من قبول نکرد. ارتشبود فریدون جم، ارتشبود جم یکی از شخصیت‌های نظامی ایران، بسیار پاک، فهمیده، باسواد. در جلسات سری که ما با پاکستانی ها داشتیم، این مارشال‌های پاکستانی مثل بچه‌اش بودن، چنان احترامی بهش می‌ذاشتن، بسیار فهمیده بود. جم خیلی خوبه، ولی با کمال تأسفی همچه ارتشبودی رو من هرگز نفهمیدم سر چی بوده که بردارن از ریاست ستاد به اون صورت مفتزهانه عوض کنن. ارتشبود اویسی، اویسی رو هم رفته، آدم خوبی بود ولی یک جنرال امروزی نبود، هیچ وقت نبود. و عجیب است، خانم ایشون که با صحبت میکرد یه روز، اینا رفته بودن زیارت کربلا، یه از کارهایی که کرده بودن به زیارت به دستبوسی خمینی رفته بودن که فوق العاده سالها پیش، اون موقعی که خمینی در نجف بود ولی خب اینجوری وارد میدان نشده بود، جز یکی از برای اینا رفته بودن دیدن خمینی، فقط بر از نظر مذهبی، یعنی ارتشبود اویسی مذهبی بود و همیشه نمازیناش قطع نمیشد. بعد از نظر مدیریت ضعیف بود، و یعنی اگر یکی طرفدارش بود اینو مثلا می آورد بالا، کاری نداشت اون لایقه یا نه. بله. می آورد بالا. در حالی که واقعی در کتابشون نسبت به ایشان خیلی نظر منفی ابراز داشتن، حتی از نظر مالی. خب تا حد زیادی صحیح هست، و ایشون هیچ وقت مدیر خوبی نبود، هیچ وقت فرمانده خوبی نبود، و خیلی نارضایتی هم به وجود آورد بود. آخر سرم متاسفانه گذاشت رفت، اویسی نمیبایستی از مملکت خارج بشه. اگه اویسی مونده بود اقلن، خب اویسی رئیس ستاد ما پیشنهاد میکردیم چون سابقهش بیشتر از قره‌باغی بود. ارتشبود خاتم،
ارتش بود خادم هم به نظر مادر میام چه درستی نبود. کسی که وقتی فوت میکنه میلیون ها صدها میلیون پوند تو حسابش پیدا میشه، بعد معلوم میشه یه زنی دیگری هم یه جایی گرفته و اینا، خب این معلوم آدم درستی نمیتونه باشه، فوق العاده قدرت طلب و کینگ مانند عمل کنه و اینا. ولی چون قوم خویش شاه فقید بود تونست نیرو هوایی رو خیلی بکشه بالا. ارتش بود عباس قرباقی، تیمسار قرباقی قبلا هم اشاره کردم. بله من ایشون رو زیاد مخصوصا در این روزهای انقلاب شناختم. میتونید یکیش رو اقل برای ما بفرمایید که مبین شخصیت سیاسی و نظامی ایشان باشه؟ از نظر سیاسی که خب ایشون رو فعالیت سیاسی هیچ وقت نداشت. بله. از نظر نظامی ایشون اصولا معروف بود که آدم مرتبی است در ارتش و رئیس ستاد خوبی در نیروی زمینی بود، بعد ژاندارمری را اصلاح کرد، مدتی مرزبانی بود. اون موقع یادم من سروان سرگر بودن با دریابود رسایی، با ایشون اومدم موقع مرزبانی را داشت، اومدم با کشتی من بردم تا چاوا، یه ماه اینا را دریا برد. خیلی مرتب بود، آدم مرتبی بود و تحصیلات کلاسیک هم داشت، شاید تا حد دکترا. بیشتر یک امیر اداری ایشون بودن تا یک امیر عملیاتی. در مورد این که نسبت میدن به ایشون که خیانت کرده با فردوس قرار بوده، بله با فردوس نزدیک بود و اینا رو هم خبر دارم من، ولی همینطور که عرض کردم خیانت ایشون رو به امان این که در اون روزهای آخر فردوس آورد نیست، اینو به زور ما آوردیم، نمیخواست بیاد. اگر واقعا اینا با طرحی با فردوس اینا داشتن، خب از اول لانسه میشد، نه اینکه به زور ما بیرمونم. مخصوصا اون شب من ساعتها اصرار کردم، قبول نکرد، قبول نکرد برگرده رئیس ستاد بشه. فقط من مگر اینکه چیزایی پشت پرده من خبر ندارم، ملاقات هایشون من خبر ندارم، روزای آخر من خبر ندارم، مگه اینکه هم چیزایی بوده، شاید تضمینایی به اینا مثلا محرمانه جبهه ملی یا بازار یا هر کسی فرض بفرم، یا خمینی، یا خمینی، برای که ایشون با آقای شریعت مداری هم نزدیک بود. بله. و من تو اتاقش بودم، چند بار با هم ترکی صحبت میکردم پای تلفن. شریعت مداری ناراحت بود از خمینی، میاد چی میشه. ایشون هم همیشه هم میگفت هر چه فرمانده ها میگن خب ما همین کارو میکنیم. تیمسار قرباقی میگفت مونتا طوری ارتش خراب کرده بودن تو خیابونا، انقدر نگه داشتن، و وقتی هم فرمانده کل قوا رفت دیگه ارتشی وجود نداشت که قرباقی سهله رومل و فون روندشتلت هم بتونن کاری انجام بدن. ریخ بهم ارتشی که زمان شاه گارد شاهی به مسلسل بستن افسرا را در تو نهارخوری، این ارتش رو زیادی تو خیابونا نگه داشتن، ایدئولوژی کار خودش رو کرده بود. تیمسار، من با تشکر از شما مصاحبه رو در اینجا خاتمه میدم. خیلی ممنونم که این همه به ما وقت دادید و به سوالات ما با سر و حوصله خیلی متشکرم. من فقط یک چیز اضافه میکنم که من تمام این صحبت هایی که کردم یک کلمش این ور اون ور نیست، چون همه مردم منو میشناسن، نه عقب کار شخصی هستم نه عقب امتیاز شخصی هستم. من فقط خواستم تو تاریخ بمونه و روزی واقعا ملت ایران مسیری رو نره که به اشتباه دوباره اون صورت جبران منتهی بشه. به نظر من آینده ایرانم فقط در یک دموکراسی خلاصه میشه. اگر ایرانی مثل آلمانا، مثل ایتالیایی، مثل ژاپنیا کم کم راه دموکراسی رو رفتن، ایرانم درست میشه. وگرنه هیچ وقت درست نمیشه. متشکرم.